در روضه قلب جز گل عشق مکار. اینجا پالتوکست، صدای تالار باهای فارسی را می شنویم با میزبان این ساعت شما لحظه. دوستان عزیز، خوش آمدید به اتاق پلتاکی باهای فارسی. یک بار دیگه با جناب رائی هستیم و موضوع آزادی اندیشه، مبحثی که حدود 2 سالی هست با ایشون مرور میکنیم و ایشون مدلی رو که در نظر دارن با ما در میون میگذارن. جناب رائی، اجازه بدید خیر مقدمی بگم خدمت شما و همچنین دوستانی که با ما هستند امروز. بسیار خوش آمدید. خیر مقدم متقابل به شما و همه دوستانی که در روم تشریف دارن و دوستانی که صدای ما رو خواهند شنید. متشکرم. من در اختیار شما هستم، هر وقت آمادگی دارین بفرمایید شروع میکنم. بله جناب رائی، هر زمان که شما آماده باشید ما آماده هستیم. فکر میکنم معمولا یک مقدمه از اون چه که گذشته تا اونجایی که میسر هست و لازم هست شما مطرح میفرمایید قبل از اینکه وارد صحبت‌های امروز بشه. بله, بله؟ همینطوره. البته اگر دوستان توجه داشته باشن هر دفعه مقدمه رو سعی میکنم تغییرش بدم به علت اینکه خسته کننده نباشه برای دوستانی که چند بار میشنوند و در این حال از زاویه های مختلف مسئله رو ببینیم و در این حال موقعی که فشرده میگیم بسیاری مطالب از قلم میفته و سعی میکنم هر دفعه به مطالبی توجه داشته باشم که هم فضای گفتگو رو آماده میکنه و هم که نکاتی رو که در دفعه های قبل از قلم افتاده دوباره بیان میکنم. این دفعه اجازه بدید به این صورت شروع کنم که ما از 2 جنس اندیشه داریم صحبت میکنیم. یک جنس اندیشه رو اسمشو گذاشتیم اندیشه آزاد، یک جنس اندیشه رو گذاشتیم اسمشو اندیشه غیر آزاد یا قدرت مدار. دلیل اینکه 2 جنس اندیشه به طور کلی داریم این هست که نمیتوان اندیشید بدون اینکه اصل راهنما نداشت. زمانی که شروع میکنیم به اندیشیدن، اصل راهنمای ما یا ثنویت، دوالیسم، دوئیت هستش و یا اصل راهنمای ما عدمی، موازنه عدمی و عدم تقابلی هستش. یا اندیشه ما تقابل رو میپذیره و چیزی در مقابل چیزی، فردی در مقابل فردی، موضوعی در مقابل فردی، فردی در مقابل گروهی و انواع اقسام تقابل‌ها رو پیش میاریم و بر این اساس میاندیشیم و یا اینکه تقابل‌ها رو رد میکنیم، در همشون میکنیم، چیزی در چیزی، فردی در فردی. به این علت که در اولی این جدایی‌ها و این تقابل‌ها رو محورش میکنیم و بر اساس این محور کردن ها میاندیشیم، در دومی اجزای مشترک رو در چیزها میبینیم، در پدیده ها میبینیم و بر این اساس در انسان ها میبینیم. به عنوان مثال در انسان ها رابطه رو بر احسان و تواضع میذاریم، یعنی آنگونه که طرف هست من هم خودم رو اونگونه میبینم یا اونگونه که خود هستم طرف مقابل من هم هست. بنابراین این 2 جنس اندیشه برمیگرده به این که ما تضاد و تناقض ها رو براش ارزش قائل میشیم یا براش ارزش قائل نمیشیم.
اگر تقابل رو بپذیریم، اصل سنویت رو بپذیریم، دوئیت رو بپذیریم، دوالیسم رو بپذیریم، اندیشه های قدرت مدار می‌سازیم. اگر اینها رو نپذیریم، یعنی محور سازی نکنیم، بلکه عنصرهای مختلف رو شناسایی کنیم، جستجو کنیم، کاوش کنیم و سعی کنیم نکات مشترکشون رو، نقاط مشترکشون رو، عناصر مشترکشون رو پیدا بکنیم، یک رابطه این همانی بینشون پیدا میکنیم. در درونشون یه نوع هومئوستازی، یه نوع توحید، یه نوع همگرایی و تعاون پایدار در درونشون سراغ میکنیم. پس بنابراین موقعی که از این دو جنس اندیشه داریم صحبت میکنیم، به این توجه داریم که اندیشه اگر بتواند حدها رو بردارد، آزاد از اصل راهنمای موازنه عدمی استفاده میکنه. به این علت که اصلا گفتیم بیگه محوری نیست، چیزی با چیزی تقابلی نداره. پس بنابراین از مدار باز داریم صحبت میکنیم، از یک سیستم اندیشه، از یک سیستم واقعیت ها و از یک سیستم حق ها، قواعدی صحبت میکنیم که اینها حدها رو بر میدارن، مرزها رو بر میدارن، خطهای قرمز رو بر میدارن. و اگر به محورسازی ها اعتقاد داشته باشیم و معتقد باشیم که هرچی هست در درون همین محورسازی ها هست، در درون همین تقابل ها هست، داریم با قواعد، معیارها و نوع اندیشیدن های ارتباط برقرار می کنیم که حد می سازند، محدوده می سازند، ارتباط ها رو غالب سازی می کنند. در حالت اول غالب سازی ها رو بر می دارن، در حالت دوم غالب سازی می کنه. معتقده که همیشه محدوده باید ساخت، در درونش فعالیت حالا آزاد داشت یا فعالیت داشت. در حالت اول اصلا آزادی رو براش حد و حدودی حائل نیست. پس بنابراین موقعی که داریم از دو نوع اندیشه صحبت میکنیم، از دو اصل راهنما صحبت میکنیم، و زمانی که از این دو اصل راهنما و این گونه اندیشیدن ها صحبت میکنیم، سعی میکنیم در مطالعه خودمون خصیصه هایی رو که هر کدوم از این اندیشه ها دارن بررسی کنیم. در این مرحله که الان داریم با هم گفتگو میکنیم، از قضا همین تفاوت عقل‌های آزاد و عقل‌های قدرت مدار رو داریم بررسی می‌کنیم با حق و واقعیت. خب در اینجا یه تعریف خیلی کوچیک از حق و یک تعریف هم از واقعیت بدیم که با هم دیگه در واقع فامیلیاریزه بکنیم، اخت بگیریم به مفاهیمی که با هم دیگه روش داریم صحبت می‌کنیم. موقعی که از واقعیت صحبت می‌کنیم، اگر واقعیت حق مدار باشه، این واقعیت کماله، یعنی بی نهایته، و بنابراین ما سعی میکنیم این واقعیت رو بهش نزدیک بشیم، چون این واقعیت کمال مطلقه و ما خودمون موجودات نسبی و متعینی هستیم. بنابراین به اون مطلق تعریف از واقعیت نمیرسیم، بلکه سعی میکنیم به اون سو بریم. اما یه نوع واقعیت دیگه هم داریم. اون واقعیت ها دیگه این واقعیت های حق مدار نیستن، امور واقع یا اعمال ما هستن که اینها نوع فعالیتی رو به وجود میارن که اینها رو در زندگی روزمره خودمون شناسایی میکنیم و به اونها هم واقعیت میدیم. این واقعیت از جنس اون واقعیت حق مدار نیست در واقع. اما حق چیست؟ حق این همانی با هستی هست. حق قواعد ذاتی پدیده ها در هستی هستش. حق قواعدی هستند که پایدار و دائمی هستند. حق ها قواعدی هستند که پایدار و دائمی هستند. حق ها قواعدی هستند که در ذات همه پدیده ها، در ماهیت همه پدیده ها، در اون محتوای درونی هر پدیده ها که همیشه همراه خودشون پدیده ها دارن هستند. پس بنابراین موقعی که از حق صحبت میکنیم، از هر قاعده‌ای داریم صحبت نمیکنیم که مثلا علم حقوق بیاد تعریفش بکنه و چون علم حقوق تعریف کرده ما اون رو به عنوان حقی که در طبیعت هست بشناسیمش. از جنس هم نیستن،
اون دومی رو بشر اختیار کرده از طریق علمی که کسب کرد و اسم علم بشر هم نسبیست، ولی در این حالت طبیعیش حق پایدار دائمی ذاتی پدیده ها هست. تا پدیده ها هستن این قواعد هم هستن، این قواعد حق ندار، این قواعد حق گونه، این خود این حق ها در واقع مطلق هستن، از جنس کمال هستن، از جنس خدا هستن، از جنس آفرینشی که از ابتدا پدیده ها خلق شدن هستن. اما موقعی که از هستی صحبت می کنیم، از جهان پدیده ها صحبت می کنیم، توجه داشته باشیم به مطلب دیگه دارم اشاره می کنم، یعنی در واقع مطلبی که هر چیز رو تموم کردم، حالا مطلب جدیدی رو دارم دارم می خواهم بیریم. جهان هستی چیست؟ جهان هستی که انسان متعین با علم نسبی خودش می شناسه جهان پدیده ها هست. موقعی که از پدیده صحبت می کنیم، از مجموعه ها، از منظومه های متوازن و پایداری صحبت می کنیم، از مجموعه هایی که در درونشون هومئوستازی هستن داریم صحبت می کنیم که از عناصر مختلف تشکیل شدن. یعنی پدیده تک عنصری رو ذهن انسان نمیتونه شناسایی بکنه. یعنی اگر انسان آمد گفت این بسیط است، این رو ذهن او نمیتونه خوب توضیح بده. به این علت که این رو در جهان هستی در واقع هرچی مطالعه میکنه وجود نداره، هی میره ریسترش میکنه، باز ریستره، میاد مثلا به عنوان مثال اتم رو میشکافه، میبینه اتم باز خودش در درونش اجزاییه، هی میاد ریزش میکنه، به فوتون ها میرسه، همینطور هی ریز میشه، میاد درشتش هم میکنه، میبینه مجموعه های بزرگتر به وجود میاره. پس بنابراین از جهان پدیده ها که صحبت میکنیم، از جهان مجموعه های عنصری صحبت میکنیم، نه یک عنصر. این مجموعه رو در نظر داشته باشیم و بنابراین با درود مجدد به همه دوستانی که در روم تشریف دارن، سعی میکنم که همین مبحثی رو که درش هستیم به صورت خلاصه بریم جلو تا به بحث امروز برسیم. امروز داریم رابطه عقل‌های آزاد و قدرت مدار رو با حق و واقعیت بررسی میکنیم. در واقع حق رو و واقعیت رو با همین تعریف های کردن بررسی کردیم. حق رو با عنوان مطلبی میخواستیم بفرمایید خانم لنزه؟ من صرفا چون شما وقفه انداختین میخواستم ببینم اگر دوستان صحبتی دارن یا نکته سوالی مبهم هست یا نظری دارن در این فرصت مطرح کنن. فکر میکنین موقعیت مناسبی هست یا جناب رایی؟ من با کمال میل اگر دوستان سوالی یا صحبتی یا گفتگویی یا نظری یا نقدی دارن با کمال میل میپذیرم. اگر نه ادامه میدم. خواهش میکنم. درود بر شما دوستان. شما سوالی دارید. دوستان عزیز، به جمع ما خوش پیوستید. با جناب رایی هستیم، موضوع آزادی اندیشه رو دنبال میکنیم و خلاصه ای از اون چه که مهم بود در برنامه های گذشته مطرح شد. اگر سوالی نکته ای هست خوشحال میشیم در این فرصت مطرح بشه، در غیر این صورت مبحث جدیدی رو یا بخش جدیدی رو از مبحث قبلی شما پیگیری میکنه جناب رایی، درسته؟ بله بله همینطوره. بله، من دستی رو بالا نمیبینم. در واقع سعی میکنم همین مبحثی رو که داشتیم یه خلاصه ازش بگم اگر موافق باشیم. حتما. بله. و بعد بحث رو ادامه میدم. بله حتما، چون وقت داریم، حدود یک ساعت و نیم وقت داریم، سعی میکنم یه خلاصه 20-25 دقیقه رو از همین بحث داشته باشیم و بحث رو دیگه این مبحث رو، این فصل رو سعی کنم تمامش کنم. موافقین با این کار؟ حتما بفرم. خواهش میکنم. خب پس بنابراین رابطه عقل‌های آزاد و قدرت مدار رو داریم بررسی میکنیم که اینها از 12 بند تشکیل میشن. این توضیحات من، این توضیحاتی تو که دارم میخونم و در واقع روش گفتگو میکنیم با هم دیگه، که هر کدوم از این بندها خود شامل بندهای مختلف است. بند اولش اینه که عقلهای آزاد با یکدیگر رابطه عقلهای مستقل هستند.
یعنی چه عقل‌های آزاد؟ یعنی هر کدوم از عقل‌ها، هر کدوم از انسان‌ها با عقلشون عقل‌های دیگر رو مستقل می‌دونن و هر کدوم رو واقعیتی مستقل می‌شناسن که از خودشون هستی دارن و رهبری مستقل رو در خور رو دارن، پایبند قدرت نیستن، یعنی پایبند تقابل‌ها نیستن، گرفتار تناقض نمیشن. جای شناختشون رو، یعنی اونجایی که دارن شناسایی میکنن، اونجایی که دارن کنیسیون انجام میدن، اونجایی که دارن بررسی میکنن رو با زور پر نمیکنن، یعنی از زور استفاده نمیکنن، شفاف هستن، با انواع سانسورها خود به عقلهای دیگر رو محدود نمیکنن. این خصوصیات عقل آزاده، یعنی عقل آزاد این گونه با حق و واقعیت رابطه برقرار میکنه و عقل‌های قدرت ندار این گونه عمل نمیکنن. جلو که رفتیم توضیح میدیم. پس بنابراین توجه داشته باشیم که عقل آزادی که در اصل راهنمای موازنه عدمی فکر میکنه، یعنی که تقابل رو نمیپذیره، تضاد و تناقض ها رو نمیپذیره، چیزی در مقابل چیزی رو نمیپذیره، بیگانه ساز در واقع نیست، این خصوصیات رو داره. با انواع سانسورها با عقل‌های دیگه برخورد نمیکنه. بناش بر شناخت حق و واقعیت هستش. معرفت رو وسیله تخریب دیگری و دیگران نمی کنه، یعنی حق شناس هست نه حق گرا، که به عنوان مثال یک حقی یا یک واقعیت یا مفهومی رو برداره که دکترینی بکنه، یک نظری بکنه، یک منظومه فکری درست بکنه و بگه همه باید خود رو با این تطبیر بدن. زمان مکان فعالیتش بی نهایت هستش، یعنی محدودیت زمانی و مکانی رو بر می‌داره در فعالیت‌های خودش، در حکم‌هایی رو که صادر می‌کنه سعی می‌کنه با همون قواعد عام و ثابت دائمی که حق‌ها هستن تطبیق بده، یعنی اون حق‌ها قواعد ثابت و دائمی و پایدار، یعنی احکام خدایی اینطوری که به زبان دینی می‌گیم، ناظر باشه بر این فعالیت‌هاشون، بر این افکار. معرفت‌های این عقل‌های آزاد برای دیگران قابل تجربه است، یعنی آنچه را که میگوید هر گونه میگوید قابل تجربه است و اگر نقص هایی داره قابل تجربه و به اصطلاح تصحیح هستش و عقل های دیگه میتونن ارتباط باش برقرار باش بکنن و دلیلشون در خودشونه. عقل ها معرفت های یکدیگر رو این است و جز این نیست نمی کنن، یعنی حکم صادر نمی کنن. این عقل های آزاد، عقل‌های آزاد از زندان تبعیض‌ها آزاد هستند، میان حقیقت و تکلیف و مصلحت همون رابطی رو برقرار می‌کنند که به صورت طبیعی وجود داره، یعنی قواعد عام و ثابت که حق‌ها هستند رو در ذاتی هر پدیده از جمله انسان‌ها هستند، عمل کردن به اونها میشه وظیفه، مصلحت و در واقع هیچ مصلحتی رو خارج از اینها دیگه در نظر نمیگیرن، به این علت که با قواعد عام و ثابت و پایداری سرکار دارن که اینها معرفی شده، شناخته شدن و انسان‌ها اینا رو در طول تاریخشون ملاحظه کردن، شناختن و بنابراین خارج از اینها دیگه عمل نمی‌کنن، مگر اینکه حقی رو تا حالا شناسایی نکرده باشن که اون رو به این حق‌ها اضافه بخوام بکنن. به عنوان مثال چجوری میتونه حالا بفهمیم که این حق هست؟ هر بار قاعده‌ای رو پیدا کردن که حد و حدود ایجاد نمی‌کنه، هرگاه انسان قاعده رو پیدا کرد که فضای عدم اکراه رو ایجاد میکنه، هرگاه قاعده رو پیدا کرد که با قاعده های حق مدار دیگر در انسجام قرار میگیره و اونها رو تایید میکنه، اون زمان به این میگیم این هم حقیست که در این مجموعه قرار میگیره. خارج از اینها دیگه مصلحت تراشی ها در زمینه مقابله یا در از جهت مقابله با این حق ها هست و بیرون از این هست و در واقع گمراه کردن ها هست. جهت عمومی عقل های آزاد یکسان هستن و مسیرشون خط عدالت هست، یعنی اگر عقل ها به صورت آزاد عمل بکنن سعی میکنن این حقوق
ذاتی رو که در درون هر پدیده هست، در درون انسان ها هست، در درون پدیده ها هست، اینها رو ناظر بکنن و اینها چون ثابت و پایدار و دائمی هستن و انسان ها افکار خودشون رو، اعمال خودشون رو، فعالیت های خودشون رو با اینها تنظیم میکنن، بنابراین در این مسیر میرن. این مسیر البته توجه داشته باشیم منظور ما مسیر خطی نیست، بلکه از مداری داریم صحبت میکنیم که باز از جهتی به طرف بی‌نهایت داریم صحبت میکنیم که قابل تجربه هست و خط عدالت هم خطی هست که نشان میده که کجاها ناظر بوده افکار و فعالیت های ما از طرف حقا و کجاها خارج از این نظارت حقا بوده، یعنی آمده تقابل ها و تضاد ها و درگیری ها رو به وجود آورده. پس عدالت میزانی است که به ما نشان میده کجاها بر اصول پایدار و ثابت عمل داریم میکنیم و کجاها عمل نمیکنیم. خود عدالت معیارها و خصیصه های خودش داره که جای صحبتش اینجا نیست، ولی اگر علاقه من باشین میتونیم در یه بحث جداگانه بررسیش کنیم. عقل های جمعی وقتی مدارشون قدرت جبار هست اکراه رو به وجود میارن و عقل‌های آزاد جریان آزاد اطلاعات و معرفت و اندیشه ها رو میپذیرن، دلایل خودشون در خودشون هست، خورشیدی میشن که در واقع منیری میشن که نور میتابنن و واقعیت رو نشان میدن، تاریکی ها رو روشن و فضای اندیشه رو از فضای عدم اکراه میکنن، با یکدیگر ارتباط پیدا میکنن این عقل ها و عقل جمعی که حق مدار هست رو میتونن به وجود بیارن. توجه داشته باشیم بنابراین به محض اینکه از عقل قدرت عقل جمعی صحبت میکنیم، منظور ما عقل جمعی آزاد بین عقل های مستقل و آزاد نیست، میتونیم عقل جمعی قدرت مدار هم درست بکنیم. پس بنابراین عقل های جمعی حق مدار عقل‌هایی هستند که اکراه برای دیگرها درست نمی‌کنن، اجبار برای دیگرها درست نمی‌کنن، حکم ایجاد نمی‌کنن، بلکه نظرهایی رو که قابل تجربه کردن برای دیگران هست ارائه میدن و این عقل‌های جمعی میتونن در مدار آزاد جریان آزاد اطلاعات و معرفت و اندیشه ها بر روشون تجربه بکنن، روشون نظر پیدا بکنن و نظر رو عزم بکنن به این علت که به مرحله اجرایی در بیاد. در این مرحله دوم هست که با هم دیگه میان در مرحله اجرا ولی پیدا میکنن، دوستی در واقع، ولی به معنی دوست، دوستی که نمایندگی پیدا میکنه برای اجرا پیدا میکنن. در اینجا توجه باید داشته باشیم که ما میتوانیم عقل‌ها میتونن دو نوع عمل بکنن، میتونن یک نوع حکم صادر بکنن و یک نوع حکم‌ها رو بردارن. به عنوان مثال بگیم، به عنوان مثال میتونیم بگیم که حق مطلق است رو یه حکم بگیریم، حق نسبی است رو هم یه حق بگیریم. این دوتا حکم رو عقل قدرت مدار یه جور برداشت میکنه، عقل قدرت در واقع حق مدار عقل آزاد طور دیگه برداشت میکنه. موقعی که عقل آزاد میگه که حق نسبی است، معنیش این هستش که انسان علم اندکی داره، معنیش این هستش که تا وقتی علم قطعی پیدا نکرده نباید بایسته و باید ادامه بده به تحقیق خودش، معنیش برای او این هستش که بر روی اندیشه ها باید باز باشه، معنیش برای او از این حق نسبی هست این هست که از بهترین قول ها رو باید پیروی بکنه و بحث آزاد رو، گفتگوی آزاد بین عقل ها رو به مسابقه بهترین روش انتقاد و رشد در علم روش بکنه. پس بنابراین موقعی که عقل آزاد میگه حق نسبی است، منظورش اینه. اما عقل قدرت مدار موقعی که میگه حق نسبی است، این هست که محدوده هایی ساخته میشه که هر کسی در اون محدوده ها آزاد هست، یعنی
آزادی من به عنوان مثال آنجای تمام میشه که آزادی دیگری اونجا شروع میشه. یعنی برای من یه حد حدودی ساخته، برای دیگری هم یه حد حدودی ساخته و در واقع در این محدود سازی ها معتقد هستش که هر نسبیست. اما اون حکم، همین حکمی رو که صادر کرده این رو مطلقش کرده، یعنی اینکه بپذیر که در این محدوده آزاد هستی، حالا این محدوده فردیت خود شخصه یا اینکه یک محدوده مثلا نهادی هست یا خانوادگی هست یا قسمتی از جامعه هست یا یک محفلی هست، هرچه. موقعی که همینطور، اینو به صورت خلاصه میگم، توضیحات مفصلش اگه بخوام بگم باید برگردیم به همون بحثای دفعه پیش. موقعی هم که میگیم حق مطلق هست هم همین برداشت رو، عقل‌های قدرت مدار و عقل‌های قدرت به سر آزاد این برداشت های متفاوت رو ازش دارن. اگر حق مطلق است به این معنی باشد که جهان هستی جهانی است پایدار دائمی و بنابراین چون پایدار دائمی هست قواعد پایدار دائمی دارند و ما سعی میکنیم که از این قواعد پایدار و ثابت در واقع معرفت پیدا بکنیم برای اینها، در اینجا میپذیریم که این قواعد نیستن که نسبی هستن، این قواعد مطلقن. معرفت ما بر این قواعد ثابت و پایدار و مطلق یا قواعد به زبان دینی به این قواعد خدایی هست که نسبی است. اما عقل قدرت مدار موقعی که میگه حق مطلق است به این توجه داره که اون حکمی رو که داره صادر میکنه یا اون نظری رو که داره میده یا اون قاعده ای رو که مطرح میکنه اون رو میخواد جهان شمول به باورانه. اگر حق که مطلق است هستی شمول باشه به اون کار نداشته باشه، به این که انسان ها همه این رو باور بکنن یا این با انسان هایی که باهاش سر کار داره به این انسان ها باورانه که اینها جهان شمول هستن رو در نظر داریم. از این مبحث هم بگذاریم چون این رو قبلا توضیح دادیم، میرسیم به یک مطلب دیگه و اون این هستش که عقل وقتی هم که به نسبیت قائل میشه حکم عقل‌های قدرت مدار حکم مطلق صادر میکنه رو با هم بررسی بکنیم، یا عقل‌های آزاد وقتی هم که به نسبیت قائل میشن این نسبیت رو همونطوری که گفتم تعریف میکنن، این رو با هم ببینیم که حالا چرا این عقل‌های قدرت مدار یا اصلا کلن عقل احتیاج داره که علاوه بر این نسبی حکم مطلق هم صادر بکنه. دلیلش در این فقط نیست که عقل‌های قدرت مدار احتیاج به این جهان شمول بودن دارن. توضیح دادم که عقل‌های قدرت مدار برای اینکه بتونن خود رو بباورانن، حکم خود رو بباورانن و حاکمیت داشته باشن از نظر فکری، از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی بر دیگران، حکم خود رو باید جهان شمول بباورانن. این یه قسمت این هست، اما یه قسمت دیگه هم مطرحه و اون این هستش که اصلا عقل ما موقعی که میخواد کار بکنه احتیاج داره به اینکه قسمتی از خود رو حق مطلق بدانه، یعنی خود رو جدا از مطلق، جدا از قواعد خدایی، قواعد بی پایان ندانه. نمیتونه عقل کار بکنه بدون اینکه این قواعد مطلق وجود داشته باشن. پس بنابراین میاد چه کار میکنه؟ موقعی که یک حکمی هم صادر میکنه، حالا اگر این عقل قدرت ندار باشه، خود این حکم رو جهان شمول میباورونه. همین که به عنوان مثال میگم، به عنوان مثال یکی از این حکما این است که خدا وجود دارد یا یکی خدا وجود ندارد، این رو موقعی که حکم میکنه، همین که حکم میکنه خدا وجود دارد یا وجود ندارد، این میشه قسمت جهان شمولش، همین حکمش. اما قسمت‌های دیگرش میتوانه جهان شمول نباشه و استدلال ها اینا باشه. پس بنابراین احتیاج داره به این که حکم قسمتیش مطلق باشه، یعنی جهان شمول باشه، قابل باور برای دیگران باشه. حتی اگر دیگران این رو تجربه نکنه احتیاج داره عقل، عقل چه آزاد باشه چه قدرت مدار باشه احتیاج به این داره که قواعد مطلقی وجود داشته باشن، اگر نداشته باشن میخواد عمل بکنه خود میاد این قواعد مطلق رو میتراشه، خود میاد حکم صادر میکنه و این حکم رو جهان شمول میکنه. به این توضیح هم از این هم رد بشیم چون این رو به صورت
مفصل توضیح دادیم، توجه داشته باشیم که حق هستی شمولی که عقل آزاد بدون نیاز داره این صفت رو پیدا نمی کنه مگر اینکه شفاف باشه. پس بنابراین عقل آزاد که هستی شمول هستش این صفت رو داره که شفافه، اما عقل قدرت مدار این شفافیت رو نداره. اگر به همین به عنوان مثال در همین حکما که حق نسبی است، حق مطلق است، یا اینکه جبر هستی شمول هست و اینکه خدا هست، همه اینا تعامل بکنیم، این حکما خدا هست یا خدا نیست، یا دلایل اینکه خدا وجود داره با دلایل اینکه خدا وجود نداره مساوی است، تمام این حکما رو تعامل بکنیم، یه واقعیت چهارمی رو هم پیدا می‌کنیم علاوه بر این انواع اقسام واقعیتایی که تا حالا در این سه بند گذشته دیده بودیم، و اون اینه که ابهام صفت در صفت مطلق حکم نیستش. توضیحش این میشه که عقل‌های قدرتمدار موقعی که میگن حق، روشن نیست که منظورشون از حق چیه، روشن نیست نسبی یا مطلق معنیش چیه. دلیل‌هایی که باید اقامه کرد در خارج از حق و صفتی قرار میگیرن که بدون بهشون داده. در صورتی که جهان شمول بودن حکم نسبی است یا حکم مطلقه، در خود این حکم است. به این صورت که اگر هستی یه جهان شمول، اگر هستی شمول بودن این حکم را از اونها بگیریم، به عقل نیز در نمیان. کسانی که این صحبت ها رو میشنوند و یا خواننده های این گونه مطالب، حکمایی که این گونه هستن رو بدیهی می انگارن، هستی شمولی اینها رو بدیهی باور می کنن، تا اونجا که اگر که از تناقض موجود در حکما غافل می شن. بدین صورت که احکامی از این نوع در هستی شمولی شفاف هستن و دلیل و شفافیتشون در هستی شمولی اونهاست، غیر از هستی شمولی شفاف بقیه مبهم میشه. نمیدونم خوب تونستم بیان بکنم و قابل فهم بود. یعنی این که غیر از عقل قدرت مدار، غیر از این حکمی رو که صادر کرده که همه میفهمن چه حکمی صادر کرده، غیر از این شفافه، دیگه تو اون تعریف ها و تو اون مسائل جزئی که باید توضیح بده تو اونها مبهمه. میدونیم که هیچ جباری نتونسته این هستی شمولی رو از حکم بگیره و این شفافیت رو از هستی شمولی بگیره، اما وقتی حکم در صفت مطلق خود شفاف و در دیگر صفت ها مبهم میشه، بناگزیر عقل به لحاظ آزادی ذاتیش خاصه جهان شمول و شفاف حق رو بیان میکنه. اما هنگامی که قدرت حق رو وسیله میکنه، شفافیت رو از خاصه های دیگه میگیره. بنابراین موقعی که به این صورت توضیح رو در نظر بگیرین که عقل قدرت مدار، عقل آزاد موقعی که اینا رو داره مطرح میکنه، با قواعد عام و ثابت و قابل تجربه‌ای که دیگران هم میتونن تجربه بکنن و باهاش سر کار دارن صحبت داره میکنه، تعریفایی هم که میکنه قابل درک برای دیگر، به این علت که همین تعریفا رو بر اساس همون حقا میکنه و بنابراین قابل درک برای دیگر رو. ولی عقل قدرت مدار موقعی که اینا رو تعریف میکنه، این تعریفا مبهم میشن و موقعی هم که اینها رو میخواد بیان بکنه، نمیتونه اینها رو شفاف بکنه. به محض اینکه اینها رو بخواد شفاف بکنه، در واقع مجبور میشه به طرف همون قواعد عام و ثابت بره و با اون قواعد رو اگر سرکار داشته باشه، از جمله همین رابطه تقابلی رو مجبور بذاره کنار، از این رابطه بالاتر پایین تری رو مجبور بذاره کنار. چرا که تبعیض در قواعد حق مدار راه نداره، بالاتر پایین تری راه نداره، حکم صادر کردن هایی که اکراه برای دیگر را ایجاد بکنه نداره، و انواع اقسام خصیصه هایی که در بالا با هم دیگه بررسی کردیم. از لحاظ کار عقل مهم اینه که عقل آن رو حق بشماره و حکم شفافی بر حقانیت اون صادر بکنه. پس بنابراین عقل موقعی که داره کار میکنه، میکانیسمش به این صورته که اونها رو حق بشماره.
و حکم شفافی بر حقانیت اونها صادر بکنه. پس بنابراین هم عقل آزاد این کار رو میکنه و هم عقل قدرتمدار. عقل قدرتمدار با وجود بر اینکه حکمهای ناشفاف صادر میکنه، اما این احتیاج رو داره که اینها حق باشن، جهان شمول باشن و در این حال طوری بیان بشن که به نظر شفاف میاد. حالا اینا رو به صورت خلاصه ازش رد که گفتیم رد بشیم، میرسیم به اینکه حکمایی که عقل قدرت مدار صادر میکنه در هستی شمولی خالی از تبعیض به نظر میرسن، سعی میکنن به نظر برسن، اما به کار پوشاندن تبعیض میان. یعنی با وجود اینکه سعی میکنه اینها رو خالی از تبعیض نشون بده، جهان شمول نشون بده، قابل باور کردن برای همه نشون بده، اما به کار پوشاندن تبعیض میان. به عنوان مثال در دو تا حکم حق نسبیست و حق مطلق نگاه کنیم، حق همواره در همه جا و برای همه نسبی و یا مطلق است، اما به سود خرد، خدا، پیامبر، فیلسوف یا اون شخصی که داره میگه این تبعیض رو برقرار میکنه. عقل قدرتمدار در واقع چه کار میکنه؟ در حقیقت به جای اینکه حقانیت و حق رو در خود حق به ما معرفی بکنه، در گوینده و به جای اینکه شخص به حق سنجیده بشه، حق به شخص سنجیده میشه. یعنی درست کار وارونه اون کار طبیعی رو میکنه. در کار طبیعی عقل آزاد، حق با حقانیت حق در وجود خودمون همون گفته است، همون حق، همون قاعده است که داره مطرح میشه. موقعی که میگیم حق صلح، من به عنوان یک ایرانی یا دیگری به عنوان یک غیر ایرانی، من به عنوان این مرام، دیگری به عنوان یک مرام دیگه، همین حق صلح رو ازش برخورداریم. این حقانیتش در خودشه. به این علت که این رو تجربه میکنیم، میبینیم که این حق رو همه میتونیم بپذیریم. اما به جای این کار چه کار میکنه؟ به اون شخصی که این رو گفته کار داره. حقانیتش در اون شخص، در اون مرجعی که حتی اون مرجع میتونه خدا، فیلسوف، پیامبر باشه، در اون میبینه. پس بنابراین در گوینده به جای اینکه شخص رو به حق بسنجه، گفتیم به حق رو به شخص میسنجه. با نسبی و مطلق خواندن حق نیست که مشکل ما حل میشه در اینجا. اینو توجه داشته باشیم. عقل قدرتمدار در واقع در اینجا با این بازی که حق مطلق است و نسبی است میخواد حق رو حل بکنه، اینجوری حل نمیشه. در گفتگاهی هم که با هم دیگه داریم، اگر هممون کم و بیش آلوده به قدرت هستیم، این گونه نمیتونیم مسائل خودمون رو با هم دیگه حل بکنیم که این گفته صحیح هست، خود رو با این تطبیق بدی، به این علت که خدا گفته، به این علت که پیامبر گفته، به این علت که فیلسوف گفته، به این علت که مارکس گفته، به این علت که مثلا علم گفته، یا به این علت که مثلا دین گفته. اینجوری نمیتونیم مسائل رو حل کنیم. یکی از راه‌های این که بتونیم مسائل خودمون رو با هم حل بکنیم این است که رفع تبعیض بکنیم، از جمله این که همدیگر رو سانسور نکنیم. بگیم این گفته ها صحیح است، پس بنابراین گفته های دیگه احتیاج نیست، اونها لازم نیست، اونها رو سانسور بکنیم. یا که بگیم انسان هایی میفهمن، انسان های دیگه نمیفهمن، پس بنابراین این گونه نیست که همه چیز رو برای همه بتونیم مطرح بکنیم. کسانی نخبه ها هستن مطرح میکنن اینها رو، زبانی هم باید اختیار بکنن که اون زبان مخصوص خود نخبه ها هست، و بنابراین مردم عامه دیگه نباید باهاش سرکار داشته باشن، برای که مردم عاده همینا رو میان آنچنان مبتذلش میکنن که با هم درگیر میشن. این استدلال های این گونه تبعیض آمیز رو بین نمیدونم نخبه و غیر نخبه، این کارها رو که در تاریخ بشری مرتب تجربه شده، اینها رو باید برداشت، تبعیض ها رو برداشت، نداره یا جریان آزاد اندیشه و اطلاعات رو بین انسان ها گذاشت. انسان ها نظرها رو میدن، دلیل حق هم در خود حق هست، خود حق قابل تجربه برای دیگرها هست، در زمینه کاری که دارن میتوان در اختیارشون گذاشت، میتوان باشون گفتگو کرد، اون رو تجربه بکنن، و بنابراین تبعیض به این صورت برداشته میشه که ما به همدیگه احترام بذاریم، همدیگر رو سانسور نکنیم، تبعیض علیه همدیگه قائل نشیم، حرفهای همدیگه رو بشنویم و بهترین ها رو انتخاب بکنیم. در اینجا به یک از همین این مطلب هم که خودش باز توضیح بیشتر از این میطلبه، بریم به بند ششم. چه گفتیم در بند شیش؟ در گفتیم واقعیت ششم این هستش که عقل نیاز به حق داره و حق هستی شمول هستش، اما عقل قدرت مدار
به ناحقی که شبه جان شمول هست فریب میخوره، راستی این هستش که خودش رو فریب میده. پس بنابراین واقعیت ششم این است که عقل نیاز به حق داره و حق، یعنی حق منظور از حق همونطور که گفتم قاعده های پایدار و دائمی هست و حق هستی شمول هستش. اما عقل قدرت مدار به ناحقی که شبه جان شمول هست تکیه میکنه و به این فریب میخوره و راستی از این است که خود رو فریب میده و از این طریق هم دیگرها رو فریب میده. واقعیت هفتمی رو با هم بررسی کرده بودیم که از موجود زنده فعالیت‌های حیاتی رو نمیتوان سلب کردش، سعی انسان ذاتی او هستش. پس بنابراین واقعیت هفتم که این گونه حکم هایی که تا حالا با هم بررسی کردیم، خدا هست، خدا نیست، نمیدونم هر نسبی است، هر نسبی نیست، اما اصلا این حکم ها اینه که این گونه احکام بر ما آشکار میکنن که غیر حق نمیتونه جهان شمول بشه. اگر هم جهان شمولش بخونیم در عمل قدرت شمول میشه. پس بنابراین با بررسی این احکام و با بررسی این گفته های قبلی که به طور کامل تر گفتیم و حالا به صورت خلاصه گفتم، میفهمیم آن ادعای جان شمولی که عقل قدرت مدار میکنه ناسعی هست. در واقع اون ادعا همون قدرت شمولی هستش. واقعیت هشتمی رو هم توجه داشته باشیم و اون این هستش که از این گونه حکم ها در عقل آزاد، این حکم ها در واقع بر عقل آزاد روشن میکنن، آشکار میکنن که جانشین کردن قدرت به جای واقعیت و دادنی گرفتنی کردن اونها کار عقل قدرت مدار هستش. یعنی عقل قدرت مدار همونطوری که در بند بالا توضیح دادم فعالیت های حیاتی موجودات رو، فعالیت های حیاتی موجودات رو، همون سعی های موجودات رو میاد به فراورده این سعی ها کاهش میده و بعد این فراورده این سعی ها رو در واقع میکنه حق ها، یعنی این چیزهایی که دادنی شدنی هستن، مالکیت بر شدنی، مالکیتی هستن در واقع در دنیای انسان ها، اینها رو برمیدارن به جای اون سعی ها که ذاتی هستن و دادنی یا گرفتنی نیستن، هر کسی داره برای خودش هم داره و هر کسی مالک سعی خودش هست، اون رو به جاش فراورده این سعی ها رو میذارن و در واقع میان چه کار میکنن؟ میان مالکیت ها رو جانشین حق ها میکنن و بنابراین چون با مالکیت ها سرکار داریم، با گرفتنی و دادنی ها سرکار داریم، حق رو در واقع میان در اینجا مسخش میکنن. حق که با سعی ها و با داشتنی ها سرکار داره، با ذاتی ها سرکار داره، این رو مسخش میکنن و بعد در دنیای معامله کردن ها، تجارت کردن ها و دادنی ها و گرفتنی ها میان میگن که این حق رو دادنی است، این حق گرفتنی است و در اینجا زبردست میگیره و زیردست از دست میده. واقعیت نهمی رو که با هم در اینجا میتوانیم بررسی بکنیم که در هفته پیش فکر کنم تا اینجا رسیدیم، از بند ده رو امروز شروع میکنم، این هستش که عقل آزاد از این احکام این درس رو میگیره که جهان شمول گشتن اصالت و حاکمیت و قدرت و سازگار نسبی و مطلق کردن حق، در اینجا حق برای عقل قدرت مدار قدرت بر دیگری هست، قدرت بر هست، حتی وقتی قصد این عقل قدرت مدار از حق حقیقت باشه، نظر در رابطه با دیگری نسبی و در درون محدودی که هر فرد به رابطه با افراد دیگه داره مطلق میشه. یعنی در واقع عقل قدرت مدار بر اساس این داشتنی دادن یا بر اساس این کارها میاد چه کار میکنه؟ میاد قدرت برها رو
تعریف میکنه، قدرت بر رو، مالکیت بر رو اسمشو میذاره حق، و در این رابطه ها محدوده هایی میسازه که این محدوده ها در واقع این مالکیت بر رو، قدرت بر رو یا حق بر رو که ادعا میکنه نسبی میکنه. آنجا یک مالکیت من تمام میشه که مالکیت شما شروع میشه، آنجا یک قدرت من تمام میشه که قدرت شما شروع میشه، آنجا یه حق من تمام میشه، آزادی من تمام میشه که آزادی شما شروع میشه. این حد گذاری ها رو میکنه، به این میگه نسبی. حالا که این محدود آرسا بعد اون حکم خودش رو در درون این پدیده ها مطلق میکنه، همونطوری که توضیح دادم. این خلاصه مطالعه بودش که تا هفته پیش با هم دیگه بررسی کردیم. البته این من که خیلی خلاصش کردم و بله. اگر موافق باشین از سه بند دیگه مونده اون رو امروز با هم نگاه کنیم. بله متشکرم جناب رای، اجازه بدید درود داشته باشم حضور دوستان تازه وارد. دوستان عزیز به جمع ما خوش پیوستید، با جناب رای هستیم و موضوع آزادی اندیشه و مبحث عقل‌های قدرت مدار و عقل‌های آزاد. دوستان عزیز اگر نکته مبحثی سوالی هست تا اینجای گفتمان خواهش میکنم دست بالا کنید، میکروفون رو خدمتون تقدیم کنم. دستی بالا نمیبینم جناب رایی. بند دهم رو فرمودین؟ بله دهم رو با هم بررسی میکنیم. بله و سه بند، دو بند دیگر رو هم امروز بررسی میکنید؟ اگر رسیدیم سعی میکنم تمومش کنم دیگه، ولی اگر نشد خب یه جلسه دیگه هم میتونیم باز دوباره ادامه بدیم. ولی بند دهم و بند یازدهم کوتاست، میتونم تموم کنم. بند دوازدهم رو نمیدونم بتونم امروز تموم کنم چون یه فرصتی هم میکنیم. هنوز یک ساعت و ده دقیقه وقت داریم، یه فرصتی هم باید بگذاریم برای سوالات احتمالی. به هر حال بعد از هر بندی من فکر میکنم هر جا که دوستان سوال داشته باشن بله، یا بعد از هر بندی اگر شما یه هر جا که دوستان همینطور میخواستم بگم هر جا که دوستان سوال داشته آخر بند میتونیم با هم گفتگو داشته باشیم. بله بفرمایید، خواهش میکنم چون دستی فعلا بالا نیست. بله واقعیت دهمی رو عقل آزاد به اصطلاح بهش پی میبره. برای دوستانی که تازه اومدن قبل از اینکه اینو شروع کنم یه توضیح باز دوباره رو بدم که ما در اینجا با دو نوع اندیشه سرکار داریم. یک اندیشه که غالب میسازه، یه اندیشه که غالب نمیسازه. اون اندیشه که غالب نمیسازه رو بهش میگیم عقل آزاد. اون اندیشه اونو بهش اندیشه آزاد، عقلی آزاد، آزاد. و اندیشه ای هم که غالب میسازه اون رو بهش میگیم عقل قدرت مدار. عقل آزاد با قاعده های ثابت و پایدار و دائمی که بهش حق میگیم، حقوق انسان میگیم، حقوق ها میگیم سرکار داره. عقل های قدرت مدار با قواعد سرکار دارن که اینها در واقع قابل نو به نو شدن هستن، هی قابل در واقع دائما عوض شدن هستن، در واقع طبعی گردان دارن، در واقع گوناگون گونه هستن، دائما تغییر پذیر هستن. عقل آزاد با قواعد عام و ثابت و پایداری ثابت داره که اونها ناظر هستن بر این قواعد گوناگون و متغیر، اونها رو اصلها میگیره و بر اساس اونها فکر میکنه. عقل آزاد یک مدار باز بی نهایت ایجاد میکنه، چرا که این قواعد که گفتیم این قواعد همون حرف ها هستن، قواعد بی نهایت هستن، حد بردار نیستن. توجه داشته باشیم که علم ما از این قواعد پایدار ثابت و دائمی نسبی هست، اما خود این قواعد نسبی نیستن. بشر مرتب اینها رو تجربه میکنه. به عنوان مثال همین الان گفتم یکیش حق صلح هست، حق شاد زیستن هست، حق رهبری خود هست. هر انسانی خود رو رهبری میکنه، این یک حق ثابت و پایدار و دائمی است. چرا انسان خود رو رهبری میکنه؟ به علت انسان عقلش
یک فرایندی هست، یک پروسه‌ای هستش که این دست خودشه، نمیتونه از بیرون بهش تزریق کرد داده هایی رو و نه اینکه کار این رو میشه تعطیلش کرد. پس بنابراین خود به اراده خود میتواند بپذیرد حکمی را یا نپذیرد و یا اینکه خود مستقل تحقیقی بکنه. هر کدوم از این کارا رو خود عقل انجام میده. پس حق تصمیم انسان قابل انتقال به بیرون نیست. پس بنابراین توجه داشته باشیم که بنابراین از عقل آزاد و عقل قدرت ندار که صحبت میکنیم، با این دو گونه اندیشه سرکار داریم، با این دو جنس عقل سرکار داریم. از عقل آزاد که داریم صحبت میکنیم، از عقل تحقیقی داریم صحبت میکنیم، از عقل تجربی صحبت میکنیم، از عقلی که داده ها رو بررسی میکنه و قابل بررسی برای دیگران میدونه و جریان اندیشه، معرفت و اطلاعات رو و تجزیه تحلیل رو با دیگر رو برقرار میکنه. واقعیت دهمی رو که این عقله های آزاد در میابن اینه که عقل در بند حاکمیت قدرت در واقع این هست که عقل در بند حاکمیت قدرت اون رو نمیتونه ببینه و اون واقعیتی رو که عقل آزاد میبینه و عقل‌ها در بند حاکمیت قدرت اون رو نمیبینن اینه که حق نسبیست ایجاد مرز میان فردها و حق مطلق است. جواز به کار بردن زور در محدودیت فرد و افراد نمیشه. یعنی در واقع ما اگر اومدیم حکمی رو صادر کردیم، این جواز صادر نمیکنه که زوری رو استفاده بکنیم، محدوده‌ای رو برای فرد ایجاد بکنیم. عقل آزاد این رو میبینه، عقل قدرت مدار این رو نمیبینه. بنابراین رابطه قوا تنها عرصه فعالیت‌های حیاتی انسان رو محدود نمیکنن. یعنی موقعی که ما به جای اینکه بیاییم رابطه ها رو یک رابطه های بدون تقابل در نظر بگیریم، اومدیم اینها رو رابطه تقابلی در نظر گرفتیم، کسی در مقابل کسی، خودی در مقابل بیگانه ای، به جای اینکه خود رو در دیگری ببینیم، مرزها رو برداریم، هی مرزگذاری بکنیم، هی تقابل ایجاد بکنیم، تنها عرصه فعالیت های انسان رو محدود نمی کنن. در این رابطه بخشی روزافزون از این نیروهای محرکه به زور بدل میشن. یعنی ما این فعالیت ها رو فقط محدود نکردیم، بلکه بهش حالت تخریبی دادیم، اینا رو اومدیم به زور تبدیل کردیم. منظور ما از زور چی بود؟ زور رو قبلا بارها تعریف کردیم، تکرار میکنم. انسان استعدادهایی داره، توانایی هایی داره، انرژی هایی در درون خودش داره که اینها نیروهاش هستن. اینها رو اگر بیاره در تقابل در رابطه های بیرونی قرارش بده، اینها با هم دیگه اتصال ایجاد میکنن، اینها با هم درگیری ایجاد میکنن و اینها اون نیروها، استعدادهایی که رو به سوی بی‌نهایت دارن، رو به سوی رشد، پشت رشد و همینطور ادامه دادن دارن، هی لایه‌ای بر لایه اضافه کردن دارن، حالت خودشون از دست میدن، میان در این تقابل ها، در این تضاد ها، در این درگیری ها، در این محور سازی ها با هم درگیر میشن و بنابراین نیرو که به صورت طبیعی سر به بی‌نهایت داره با نیروی دیگه درگیر نمیشه، اینجا ما اومدیم از طریق ذهنی اینها رو با هم درگیر کردیم و در عینیت و در فعالیت های خودمون به اینها شکل درگیری دادیم. به این میگیم زور که حالت تخریبی داره، حالت کاهنده داره، حالت استهلاک داره، حالت درگیری ایجاد کننده داره، از نظر روحی، از نظر عملی، از هر نظر در نظر بگیریم. برای مثال بنابر همین حکم حق نسبیس رابطه قوا برقرار میکنه، بنابر اصالت و حاکمیت قدرت این رابطه رو زور برقرار میکنه که حق نسبیست، یعنی آمده تعلیق کرده، غالب ساخته و از طریق همین زور هست، از طریق اعمال قدرت هستش که این رو میخواد برقرار بکنه و ادامه اون نیز نیازمند تولید و به کار بردن زوره. یعنی آمده اولا گفته این محدوده ها، حالا این حکم رو صادر کرده که این حق نسبیست،
و بنابراین داشتنی و دادنی است، همونطوری که گفتم، به این علت که حق رو آمده در محصول سعی خلاصش کرده، آمده حق رو که سعی انسان هست، حق سعی ذاتی انسان ها هست، این رو آمده در مالکیت تعریف کرده، حق رو مساوی مالکیت گرفته، حالا که مساوی مالیت که مالکیت گرفته، دادنی و ستادنیش کرده، حالا این دادنی ستادنی ها رو میگه، این اسمش رو گذاشته حق، میگه حالا اینا دیگه نسبیه و برای اینکه بتونیم این نسبی بمونن، انسان ها به حق هم دیگه تجاوز نکنن، این باید در واقع یک حاکمی باشه، یک نظارت کننده باشه که بتونه این رو به اصطلاح این حقهای نسبی رو در نسبی بودنش باقی بمانه. پس بنابراین حکم به این نظارت زورمدارانه از بالا کنترل رو میده و ادامهش رو هم لازم میدانه، به این علت که هر وقت این رو برداره دوباره همون مشکلات پیش میاد. پس بنابراین باید دائمی بشه، ادامه دار بشه و در درون این محدوده هر فرد حق نسبی است حکم مطلق صادر بکنه. یعنی محدوده فرد هر نسبیست رو به عنوان مثال خود فرد میکنه، اما این خود فرد حالا باید یه حکم مطلقی رو حالا یا از طریق خودش یا از طریق نظارتی بپذیره و اون این استش که این مقدار مالکیت رو بپذیره، این مقدار مالکیت رو نپذیره. حالا اگر این کار رو نمیکرد چی میشد؟ هر کسی مالک سعی خودش میشد، مالکیت ها هم به هیچ کی تعلق نمیگرفت، به این علت که ما مالکیت ها به معنی فراورده این سعی ها، به این علت که به محضی که ما داریم کاری رو میکنیم، کار طبیعت هم درش نقش داره، منابع طبیعی هم درش نقش دارن، استعدادها که قابل اندازه‌گیری نیستن هم درش نقش دارن، همه اینها میان درش نقش پیدا میکنن و بنابراین اون کاری رو که می توانست مرزها رو برداشته، اون رو برداشته، حالا آمده در این مالکیت ها، آمده با حکم ها سر کار پیدا کرد. بنابراین سانسور در اینجا ضرورت پیدا میکنه. سانسور هم به تولید و به کار بردن زور میسر میشه دیگه، این علت که حالا گفته کسانی این تعریف ها رو قبول دارند، کسانی این رو قبول ندارند، کسانی میپذیرند این توافق ها رو، کسانی نمیپذیرن، زور نقش پیدا میکنه. زور در اینجا ویران کردن خود و ویران کردن دیگران در اینجا نقش پیدا میکنه، خود سانسوری و سانسور دیگران نقش پیدا میکنه، سانسور آشکار و سانسور ناآشکار نقش پیدا میکنه. سانسورهای آشکار همون سانسورهایی هستن که عملا به صورت خیلی آشکار صورت میگیرن، ناشکارم با ساختن شبه فکرها انجام میگیرن، با صنعت دروغ، صنعت تبلیغ انجام میگیرن و چون تناقض زور در واقع زور ویرانگر با حق آشکار هستش، ناگزیر میباید خشونت طلبی رو وارد طبیعت انسان بکنه و توجیه بکنه. از بی خود نیست که عقل‌های قدرتمدار، حتی عقل‌های بسیاری از عقل‌های قدرتمداری که خود رو دینی، توحیدی، آزاد هم تصور می‌کنند، این توجیه رو می‌پذیرند که خشونت در طبیعت انسان هست. چرا؟ به این علت که در همین مکانیزم، در همین پروسه، در همین فرایند اندیشه که توضیح دادم، احتیاج پیدا می‌کنه به تناسب. اول آمده محدوده ساخته، اول آمده حق رو در مالکیت خلاصه کرده، یعنی آمده سعی انسان رو، حق مساوی سعی رو که ذاتی انسان ها هست، با قاعده های دائمی و پایدار سرکار داره، اون آمده خلاصه کرده در مالکیت، دادنی و گرفتنیش کرده، حالا این دادنی و گرفتنی ها احتیاج به نظارت چماقگونه از بالا داره، اونها رو بنابراین زور رو بهش نقش داده، حالا که به زور نقش داده به یواش یواش به سانسور هم نقش میده، این علت که حالا که این زور رو میگه توجیهاتی رو باید بکنه برای این زور، بنابراین توجیهاتی رو میکنه که مورد توافق همه نیست، به سانسور احتیاج پیدا میکنه، حالا که احتیاج به سانسور احتیاج پیدا کرد، ناگزیر این رو باید طبیعی جلبش بده و بنابراین باید بگه خشونت طلبی در طبیعت انسان هستش. بنابراین
عقل آزاد وقتی در این گونه احکام تأمل میکنه، همونطوری که در اول این گفتگو توضیح دادم، واقعیت دهمی رو درک میکنه که عقل در بند حاکمیت قدرت، که عقلی که در بند قدرت هستش، اون رو درک نمیکنه. و اون این هست که حق نسبیست، ایجاد مرز میان فردها، و حق مطلق است، جواز به کار بردن زور در محدودی فرد و افراد میشه، که این همراه میشه با به کار بردن دائمی زور در رابطه با هر فردی و رابطه هر فردی با خودش و در رابطه فردها با یکدیگه. بدین قرار واقعیت دهم جبر هستی شمول میشه. یعنی در اینجا عقل قدرت ندار میاد به ما جبر رو هستی شمول میباورونه. در حالت طبیعی که انسان ها آزاد هستن، عقل های آزاد هستن، با قواعدی که حد ایجاد نمی کنن سرکار دارن، با قواعد در واقع جهان شمول و پایدار و دائمی که همون حق ها هستن سرکار دارن، اونها رو برش می داره. این عقل آزادی که در این کار خودش حد و چهارچوب نمیپذیره، بلکه یک تعادل پایدار درونی میپذیره، این رو برش میداره و میاد در واقع یک جبری رو در قالب همین حکمهایی که صادر میکنه، در همین بازیهایی که با حکمهای حق نسبیست و حق نسبی میکنه، جبر رو میاد جان هستی شمول جبه میده. این با عنوان مثال این کار بن و بنیاد لیبرالیسم هستش. لیبرالیسم یکی از ایدئولوژی‌های قرن بیستم همین کار رو میکنه. به اساس تمام بیانهای قدرت هم همینه. به عبارت دیگه آزادی هستی شمول جای خودش رو به جبر هستی شمول میده، جبر هستی شمول قدرت میده، که اسمش تازه میذاره آزادی. بدیهی هستش که همون اشکال رو پدید میاره که پیش از این مزایایی پیش میارن. یعنی در واقع به عنوان مثال در این توضیحات به صورت خیلی خلاصه بگم، لیبرالیسم در واقع حق رو در مالکیت فرد تعریف میکنه. به معنی اینکه حق رو که در سعی باید تعریف کرد و سعی انسان مالک سعی خود هست باید تعریف کرد، برش داریم به جاش فراورده این سعی رو بذاریم، مالک بر شی، مالک بر افراد دیگر رو در نظر گرفتیم، مالکیت بر افراد دیگر رو در نظر گرفتیم، مالکیت بنیادهای تجاری رو بر دیگر رو در نظر گرفتیم، مالکیت افراد رو با هم دیگه در نظر گرفتیم، حتی اگر ادعا بکنیم که قواعدی که تعادل ایجاد میکنه وجود داره. به عنوان مثال بگیم حق مساوی برای فعالیت در درون بنیادها وجود داره. چه در اینجا چه پنهان شده؟ همین قدرت پنهان شده. آن انسانی که قدرت بیشتر، امکانات بیشتر داره، تسلط پیدا میکنه، حق بیشتری پیدا میکنه، داشتنی بیشتری پیدا میکنه از اون کسی که قدرت کمتری داره، امکانات کمتری در اختیارش هست، از موقعیت اجتماعی، علمی، اقتصادی یا سیاسی کمتری برخوردار هستش. این بنده دهم بودش. اگر سوالی دوستان ندارن یا خانم لحظه خودتون صحبتی ندارین، بند 11 رو میتونم با هم دیگه بررسی کنیم. بله، متشکرم جناب رائی. دوستان تازه وارد به جمع ما خوش پیوستید. با جناب رائی هستیم و مبحث آزادی اندیشه و عقل‌های آزاد و قدرت مدار رو بررسی میکنیم و به بند دهم رسیدیم. جناب رائی، من میخواستم یک تقاضایی بکنم از شما و اون این که این بند دهم در واقع حدود 1 روب تا 20 دقیقه طول کشید بیانش. من میخواستم از شما تقاضا بکنم این رو در 3 دقیقه خلاصه کنید. بله، ما در بند دهم داشتیم توضیح میدادیم که زمانی که آمدیم با عقل قدرت مدار واقعیت ها رو تعریف کردیم، حق ها رو تعریف کردیم، ایجاد مرز بین فرد ها می کنیم، ایجاد مرز بین
گروه های فردی و اجتماعی میکنیم و در واقع در اینجا این توضیح رو خواستم بدم که حق رو نمیتوان به شبه حق تبدیلش کرد و آن زمان ادعا کرد که به مانند حق اینها هم جهان شمول هستند. نمیتوانیم ما به عنوان مثال حکمهایی صادر بکنیم که حق نسبی است، حق مطلق است، که اینها بدون اینکه نظارت حقها که جهان شمول و پایدار و ثابت هستند رو بر خود نداشته باشند و در این حال جهان شمول هم باشند. نمیتوانیم ما ادعا بکنیم که میتوانیم محدوده هایی درست بکنیم که در اینها این محدوده ها نسبی است برای انسان ها، انسان ها در درون این محدوده های نسبی عمل میکنند و بعد حکم مطلق خودمون رو برای اینها به وجود بیاریم بدون اینکه از زور استفاده بکنیم، بدون اینکه از سانسور استفاده بکنیم، بدون اینکه توجیهات خودمون رو به اندازه عام بکنیم که دیگه مجبور بشیم بگیم در طبیعت خود انسان ها هم هست، خشونت در طبیعت خود انسان ها هم هست. یعنی به محض اینکه ما آمدیم در یک توجیه قرار گرفتیم یا در یک ادعایی رو کردیم، یک توجیه رو کردیم، این توجیه و این ادعا بریده نیست، مجزا نیست، پروسه خودشو داره، خصوصیت خودشو داره، فرایند خودشو داره، جریان خودشو داره، بستر خودشو داره و لاجرم پشت سرش انواع و اقسام قواعدی که به این توجیه تعلق میگیرن ربط پیدا میکنه و بنابراین به جای جهان شمولی قدرت شمولی رو داریم حاکم میکنیم و زمانی که از قدرت شمولی داریم صحبت میکنیم، داریم به جای اینکه از فرایند رشد صحبت بکنیم از فرایند تخریب صحبت میکنیم. به محض اینکه ما آمدیم این فرایند رو در نظر نگرفتیم ادعا رو بکنیم، چه بخواهیم چه نخواهیم در این فرایند قرار میگیریم، گرفتار زورگویی میشیم، گرفتار سانسور میشیم، گرفتار توجیهاتی که کار ما رو حتی به دخالت در طبیعت هم از نظر ذهنی میکشانه دوچار میشیم. به انسان ها میگیم همه اینا رو که گفتم صحیح است، به این علت که طبیعت شما خشنه و به این علت که در طبیعت شما اینا وجود داره. مرسی متشکرم. بله ما بعد از شما البته موضوع سیستماتیک کامیونیکیشن رو دنبال خواهیم کرد که شما هم در مبحث هفته گذشته با ما بودید و من میخوام یه مقدار استفاده کنم از این مباحثی که مطرح میشه و یه ارتباطی بین اینها هم برقرار بشه. این است که از شما تقاضا میکنم این مطلب این دو تا بحث از نظر من بله. کاملا به هم ارتباط داره. بله. و همچنین مبحثی که آقای رامسس رشیدی قبل از شما مطرح میکنن، اون هم به نوعی ارتباط پیدا میکنه با دو مبحث دیگه. میخواستم ازتون تقاضا بکنم که بنده در بحثی ایشون شرکت کنم. معمولا این روزا دیر میرسم خونه. بله بفرمایید. مبحث دهم رو یا بند دهم رو در 30 ثانیه خلاصه بفرمایید. بند دهم به این صورت هست که ما یا کار طبیعی عقل آزاد رو میپذیریم، اگر نپذیرفتیم عقل ما با قواعدی سرکار داره که حکمگونه است، غالب سازه و به محض اینکه با غالب چارچوب سرکار پیدا میکنیم، به محض اینکه مدار بازی که با حقوق قواعد پایدار دائمی سرکار داره ازش سرنظر میکنیم، با قواعدی که سرکار پیدا میکنیم که غالب ساز و محدود ساز و تخریبی هستن. بله. و به جای اینکه ما رو پیشرفت رشد ایجاد بکنه تخریب ایجاد بکنه. بله 35 دقیقه. خب جناب رئیس شما ببخشید 35 ثانیه در 3 کلمه میتونید این رو یک عنوانی بهش بدید؟ در 3 کلمه یه عنوانی به این بند بدید. عنوان این بند دهم رو اگر بخوام در 3 کلمه بگم شاید درست نباشه این چیزی که الان دارم میگم، شاید بگم که
هستی شمولی رو با عقل آزاد نمیتوان درک کرد و عقل قدرتمدار نمیتوان درک کرد. بله متشکرم. هستی شمولی را با عقل قدرتمدار نمیتوان درک کرد. البته هست کلمه بیشتر شد، ولی به هر حال به صورت یک عنوان میشه این رو پذیرفت. واقعا سه تا کلمه با سه تا کلمه واقعا میشه هستی شمولی یه عقل آزاد. هستی شمولی خودم شد چهار کلمه عقل آزاد، ولی خب به هر حال به صورت یک هستی شمولی شما یک کلمه در نظر بگیم. بله هستی شمولی عقل آزاد، این رو میشه به عنوان یک به اصطلاح عنوان پذیرفت. بله خیلی ممنون دوستان عزیز. تا اینجای بحث اگر مبحثی، نکته‌ای، سوالی هست خواهش میکنم مطرح کنید که بپردازیم به بند 11 هم. جناب رایی من میتونم برعکس این قضیه رو در مورد بند 11 هم از شما درخواست بکنم، به این معنی که با سه کلمه بند 11 هم رو عنوان بندی بفرمایید. بند 11 هم رو در سه کلمه عنوان بندی بفرمایید. بند 12 رو اگر من بخواهیم مشکل خواهد بود، ولی بند 11 رو سعی میکنم. بله و بعد دوگانگی مصلحت و حقیقت، بله دوگانگی مصلحت و حقیقت کار عقل قدرت مدار است. دوگانگی مصلحت و حقیقت کار عقل آزاد است. کار عقل قدرت مدار است. عقل ببخشید عقل دوگان در سه کلمه بله بله. میشه قدرت مدار است. بله. در واقع از در سه کلمه اگر بخوایم بگیم عقل آزاد حقیقت و مصلحت طلب. عقل آزاد حقیقت اصلا جدا نیستن، مصلحت بله. حقیقت و مصلحت طلب. مصلحت طلب بله. نمیدونم خوب بتونه بیان بکنی یا نه. بله. خب به هر حال برای عنوان بندی، چون من فکر میکنم وقتی یه مطلبی عنوانی داشته باشه از نظر این که آدم به حافظه بسپره خیلی کار راحت میکنه، و بعد که این یک نامی داشت این بند، بعد بقیه قضیه رو میتونه یادآور بشه به خودش. خب حالا این این بند 11 هم رو در 30 ثانیه اگر بتونید مطرحش کنید، استخون بندیش رو به اصطلاح. بله در 30 ثانیه به این صورت میشه که بر اساس این صحبت هایی کردیم این گونه احکام واقعیت 11 همی رو به ما باز میشناسونه که دوگانگی مصلحت و حقیقت هست، همه زمانی و همه مکانی و همگانی شدن تقدم مصلحت بر حقیقت رو عقل قدرت مدار انجام میده. بسیار خوب شد در 30 ثانیه. بله کمتر از 30 ثانیه هم شد. حالا در 3 دقیقه اگر ممکن باشه این رو طرح بفرمایید. در 3 دقیقه اگر اجازه بدین این رو، چون این بند کوتاست، حالا اگه 3 دقیقه تا 5 دقیقه شد اجازه بدین بخونم، چون یا در واقع نکات مهمش رو روش انگشت بذارم، چون اگر بخوام همینجور پشت سر هم بگم همون 3 دقیقه میشه، ولی جایی که لازم باشه خود توضیح هم بدم. بین 3 دقیقه تا 5 دقیقه اگر اجازه بدین این کار رو بکنم. بسیار خوب خواهش می‌کنم. بله بنابراین بر اساس این صحبت های کردیم، از اونجایی که در رابطه قوا نه حقا که زورها با یکدیگه رابطه برقرار میکنن، منظور ما از زورها همون نیروهایی هستن که آمدن در تقابلها با همدیگه اتصال ایجاد کردن، تضاد و درگیری ایجاد کردن، فنونی که در روش ها، تکنیک ها در واقع منظورم، تکنیک هایی که در روش ها، متد ها به کار میرن متناسب با حق نیستن. حق احتیاج به زور نداره، در واقع متناسب با قدرت هستن. قدرت احتیاج به زور داره، در واقع قدرت وسیلش زور، حق ها، آزادی ها وسیلهشون استعدادها هستن، نیروها هستن، توانایی ها هستن، انرژی ها هستن، کارمایه ها هستن. بنابراین متناسب با قدرت هست که اصالت و حاکمیت دارن. بدین صورت در منشأ دوگانگی مصلحت با حق، در همه معانی خودش مصلحت یا در نظر بگیریم، و حاکمیت مصلحت
در حق در واقع در اینجا بهش علم پیدا میکنیم، بهش معرفت پیدا میکنیم. یعنی عقل قدرت مدار این حاکمیت رو، حاکمیت مصلحت بر حق رو قائل میشه و از این طریق علم میجوه، از این طرف معرفت میجوه. عقل قدرت مدار ما از این طریق فعالیت معرفت گونه رو ادامه میده. قبلا دونستیم که وقتی دو نفر بنابر حکم حق نسبیست با هم با یکدیگر رابطه برقرار میکنن، چند و چونه رابطه اونها رو دو مصلحتی معین میکنه که این دو سنجیده بر و بر وفق اینها رفتار خودشون رو در قبال یکدیگه تنظیم میکنن. بنابراین در قبل دیدیم که این حکم نسبیست رو بر اساس این دو مصلحت فهمیده میشه، بر اساس این دو مالکیت فهمیده میشه، بر اساس این دو منافع فهمیده میشه، بر اساس این دو گونه تعریف فهمیده میشه. در محدوده فرق در محدوده فردی خود شخص حق نسبیست رو در واقع در نظر میگیره، منتها در فردیت خودش بر همین حالا چیزی که داره، حق نسبی که قائل شده، اختیار مطلق بر خودش وجود میاره. بنابراین عمل به حق جای خودش رو به کاری میده که مصلحت ها به وجود میاره. بنابراین در محدوده فردیت خیش یک آدم، یک انسان نیز حق نسبی رو اختیار مطلق میشه براش. بنابراین عمل به حق رو، عمل به حق جای خودش میده به عمل به مصلحتی که در نظر گرفته. حالا همین صحبتی رو کردم، توجه داشته باشین با همون تعریف اولیه کردم بدین سام، با همون تعریف هایی که کردم که چگونه سعی تبدیل میشه به محصول سعی، به مالکیت و همسال اینا، بدین حالت این گونه احکام واقعیت یازدهمی رو به ما نشون میده، دوگانگی مصلحت و حقیقت و همه زمانی و همه مکانی و همگانی شدن تقدم مصلحت در حقیقت. اما همه زمانی و همه مکانی و همگانی شدن مصلحت جانشین هستی شمولی حق بشه یک مشکلی رو پیش میاره. هر حق هدف میشه و وسیله رسیدن به خودش هم میشه، اما مصلحت روش رسیدن به قدرته و تفاوتش با حق در اینه که در وجود وابسته به طبع گردان قدرت هست، وابسته به در واقع متلون هستش، بلهوس هستش. به صورت دیگه اینو بخوایم بگیم، مصلحت خود همه مکانی و همه زمانی نیستش. تقدم و مصلحت بر حق و حقیقت رو قدرت جهان شمول تصور کرده. اینکه مصلحت بر حق و حقیقت مقدم هست رو آمده جهان شمول کرده. نیاز عقل قدرت مدار به جهان شمول کردن تقدم به حاکمیت مصلحت بر حق و حقیقت از این رو هستش که تقدم و حاکمیت مصلحت جهان شمول اگه نباشه، عقل نمیتونه اون رو به سنجش بیاره و نه به کار ببره. این بند 11 هم بود که با هم بررسی کردیم. فکر کنم در حدود همون 5 دقیقه شد کنم این لحظه، درسته؟ بله، 4 دقیقه و نیم. خیلی ممنون جناب رائی. دوستان عزیز، تازه واردین، خوش آمدید به جمع ما، خوش پیوستید. با جناب رائی هستیم و مبحث آزادی اندیشه، بندهایی که مربوط میشه به تفاوت‌های عقل قدرت مدار و عقل آزاد رو مطالعه میکنیم. جناب رائی، میرسیم به آخرین بند، بند 12. بله؟ بله. اگر شما در 3 کلمه در 3 کلمه میخواین خلاصش کنم، و بعد در 30 ثانیه و بعد در 3 دقیقه، چون یه صد میدونم فرمودید که مشکل هست بند 12، 3 دقیقه نمیشه بند 12 چون طولانی است، ولی یه ستون فقراتی خانم لحظه. بله
در 3 دقیقه داشتم توضیح میدادم که مشکل به این علت که این بند خودش شامل بندهای مختلفه و من تسلط این که بتونم این رو درس اگر بخوام این رو در این کار بکنم بحث رو خرابش کردم. در 30 ثانیه این کار رو میکنم، در 3 کلمه این کار رو میکنم، ولی زمانی که توضیح میدم چون این بند خود شامل بندهای مختلف هست یه مقدار آزادی عمل بدین و در آخر اگر تونستم اون چیزها رو در 3 دقیقه بگم سعی خودم رو در اون خواهم کرد. بسیار خوب. بند 12 هم این رو بله این بند 12 هم فشرده است خیلی. بله بند 12 هم چقدر وقت نیاز داره؟ اگر بخوایم خوب توضیح بدم همینطوری که وسواس به خرج میدم رو کلمه و توجه میکنم به سوالهایی که دوستان توی این مدت نزدیک به 2 سال داشتن بلی. مشکل میشه این توجه داشته باشه من دارم توضیح میدم بلی. به تمام سوالهایی که مرتب تو ذهن دوستان پیش اومده سوال کردن توجه دارم میکنم بلی. که دیگه دوستان مجبور نشن هر دفعه دست بالا کنن. بله بله بنابراین میخور مشکل میشه اگه این کارو نکنیم بعد گفتیم و فهمیدم خوب نشده. نه من صرفا سوال کردم چقدر وقت لازم داری چون ما حدود نیم ساعت بیشتر وقت نداریم. فکر میکنم یه 20 دقیقه وقت میگیره. بله پس وقت داریم احتمالاً یه 20 دقیقه وقت میگیره. بسیار خوب پس بفرمایید در 3 کلمه بعد 30 ثانیه و بعد اصل مطلب رو. در 3 کلمه بخوام بگم عقل قدرت مدار به راحتی خود رو آزاد نمیتونه بکنه. این در 3 کلمه است. این 3 کلمه بود. حالا میخوان در 30 ثانیه بگم؟ بله بفرمایید. خب با این صحبت هایی که کردیم خلاصی انسان از خود بیگانگی وقتی عقل پایبند قدرت میشه کار آسانی نیستش، به خصوص که عقل از واقعیت 12 نیز غفلت میکنه. از دست رفتن استقلال قوه رهبری انسان و تحت امر قدرت در اومدنش، تابعیت عقل در فعالیت‌های خیش از طبقات قدرت، جهان از اینکه باید جهان شمول باشه، از اینکه سانسور رو باید برداره و از اینکه اصل راهنما و هدف و روش با همدیگه باید سازگاری داشته باشن. خلاصه 30 ثانیه‌ای. بله متشکرم. دوستان تازه وارد خوش آمدید، با جناب رایی هستیم و آخرین بند تفاوت‌های بین عقل‌های قدرتمدار و عقل‌های آزاد رو با ایشون مرور می‌کنیم. بفرمایید جناب رایی شنونده هستیم. خواهش می‌کنم. پس بنابراین تا حالا که این واقعیت‌های قبلی رو که در 11 بند با هم بررسی کردیم که خود این 11 بند شامل فراوان قواعد در خواسته های مختلف بود که همه اینا رو دونه دونه به صورت خلاصه امروز گفتم، البته در این خلاصه گویی نتونستم حق مطلب رو به طور کامل ادا بکنم. این 11 واقعیت رو که باز شناختیم مجموعی رو پدید میاره که عقل پایدار قدرت از اون غافله، غافل میشه و غافل میمونه که این واقعیت ها مجموعه رو تشکیل میدن. این عقل قدرتمدار غافل میشه که هر عملی، هر فکری، هر نظری مجموعه سازه، بریده و مجزا نیست و مجموعه این واقعیت ها در بیان قدرت رو به وجود میاره که احکام بر پایه اونها سنجیده و صادر میشه. دست کم 2 کار رو انجام میده. پرده 1، پرده غفلت کردن این حکم که این واقعیت ها جهان شمول هستند و جز این ها حق و حقیقتی وجود ندارن هستش، یعنی پرده میندازه بر این واقعیت هایی که در واقع جهان شمول میباورانه، در واقع همون قدرت شمول هستند. بدین پرده عقل از آزادی خودش غافل میشه و غافل میمونه. در حقیقت اگه عقلی آزادی خودش رو به یاد بیاره و پی ببره که این یا آن واقعیت یا حقیقت ساخته خود او بنابر حکم قدرت هست، یعنی این یا اون واقعیت یا این حقیقت یا این حکمی رو که می سازه یا این خلاصه سازی ها در واقع
از محتوا انداختن ها و دگردیسی هایی که ایجاد میکنه رو خود او به وجود میاره و بنابراین در حکم قدرت است. به این توجه داشته باشیم میتونه اون رو ترک بکنه. از این رو هست که فراموشی روشی است که عقل قدرتمدار بدون خودش رو معتاد میکنه و به اعتیاد به قدرت پایبند نگه میداره و در واقع یک در اینجا یک دسته کم یک کار دیگه هم میکنه که این دومیش هست، مجموعی از واقعیت‌های ساخته قدرت که پایه قدرت نیست هستن جانشین مجموعی حقوق و واقعیت ها میشه و جهان شمولی خود رو جانشین هستی شمولی حقوق و واقعیت ها میکنه. باز دوباره در اینجا دوستان یادشون باشه یا اونایی دوستان که در روم تشریف نداشتن که ما دو نوع واقعیت داریم، یک نوع واقعیت های هستی شمول که با حقها سرکار دارن که این واقعیت ها کمال هستن، مطلق هستن و ما سعی میکنیم به سوی این واقعیت ها بریم با عقل تجربی خودمون به میزان معرفتی که داریم سعی میکنیم این واقعیت ها رو بفهمیم. به عنوان مثال اسپینوزا از این واقعیت داره صحبت میکنه، میگه واقعیت کمال هست. اینه یه نوع واقعیت ها هستش که همین اعمال خودمون میسازیمش، امور واقع اعمال خودمون رو بر اساس این امرها این کارها رو میکنیم که اونها رو هم اسمش رو واقعیت میذاریم. در واقع اگر این مجموعه جانشین نمیشد، یعنی هستی شمولی رو با این جهان شمولی ادعای جانشین نمیکرد، به یکی دو واقعیت ممکن نبود عقل از مجموعی حقوق و واقعیت ها غافل بشه. یعنی کافی بود که یکی از این واقعیت هایی که با حق سرکار دارن یکی دو تا از اینها رو در نظر بگیریم، خوب بهش فکر بکنیم، عقل به اینها توجه بکنه تا این غیر ممکن بودن این مجموعه در واقع جهان شمولی ادعایی رو متوجهش بشه. چرا که هر حق با حقوق و واقعیت ها رابطه دارن، یعنی اینا یک سیستم هست، حقوق هم پایدار و ثابت و دائمی هستن و هم یک سیستمی هستن که به هم ارتباط دارن. همونطوری که توضیح دادم در مورد پدیده ها، خود اینها هم یک نوع هومئوستازی دارن، یک نوع توحید دارن بین خودشون، همکاری دارن، پایداری دارن بین خودشون. در واقع اینها همواره هم دیگر رو تایید میکنن و هیچ گونه تضاد تناقضی بینشون وجود نداره و مجموعی رو به وجود میارن. باید مجموعی رو جایگزین این مجموعی کرد تا عقل از آزادی و دیگر حقوق غافل بشه. بنابراین خلاصی انسان از خود بیگانگی وقتی عقل پایبند قدرت میشه کاری آسان نیستش، به خصوص که عقل از واقعیت دوازدهمی نیز غافل میشه که در زیر بهش میپردازیم. از دست رفتن استقلال قوه رهبری انسان و تحت امر قدرت در اومدنش اولین غفلتی هست، واقعیت دوازدهمی است که فراموش میکنه. از استقلال قدرت رهبری انسان و تحت امر قدرت در اومدنش و از دست دادن در واقع این قوه استقلال. دو، تابعیت عقل در فعالیت‌های خیش از توقعات قدرت، از اونجا که آزادی ذاتی انسان و عقل او هستش، غفلت از این آزادی هم، غفلت در واقع غفلت از آن و از استقلال قوه رهبریش میشه. یعنی به محض اینکه با این قواعد دیگه سرکار نداشته باشه دیگه اون کارو طبیعی و آزاد خودشو داره نمی کنه، در اون مدار باز نیست، در اون سیستم که با قواعد اون سیستم بازی که با قواعد بی‌نهایت گونه سرکار داره دیگه نیست، با قواعد محدود گونه سرکار پیدا میکنه. بنابراین اون استقلال قوه رهبری خودشو از دست میده، اون آزادی خودشو دیگه از دست میده. سوم، میباید جهان شمول بگرده، چرا که هر عقل آزادی هشداری به عقل‌های قدرت ندار، به خود انسان که آلوده به قدرت شده هستش، که استقلال و آزادی عقل و قوه رهبری خیش رو از دست داده. انسان آزاده در نوع اداری که میخواد خود رو بکنه، انسان استقلال داره در نوع اداری خودش. پس استقلال انسان معنی این رو میده که در اداری خود
در واقع آزاد هستش و آزادیش هم معنی میده در نوع اون اداره که داره میکنه آزاد هستش. پس استقلال و آزادی هر دو آزادی هستند با دو نوع و دو زاویه تعریفی مختلف که همدیگر رو تعریف میکنن. بدین خاطر هستش که در سانسور هر عقل آزادی همه عقلای قدرت مدار به این یا اون روش شرکت میکنن. بی خود نیستش که به محض اینکه یک انسان آزادی مسائلی رو مطرح میکنه تمام عقلای قدرت مدار دست به دست هم میدن تا او رو سانسور کنن، حتی اگر این آزادی آزادی های نسبی یا آزادی هایی باشه که دقیقا با این حقوق طبیعی سرکار نداره. به عنوان مثال در همین اروپا به محض اینکه مارکس نظرات آزادی خانه خودش رو مطرح کرد، تا زمانی که در شوروی انقلاب نشد در تمام اروپا سانسور بودش. همینطور پیامبران بزرگ، انسانهای آزاد، موقع پیام خودشون رو میارن، به عنوان مثال حضرت مسیح، ببینیم که تمام عقلها دست به دست هم میدن اون رو سانسور میکنن، نمیتونن تحملش بکنن. پس بنابراین این تصور رو در اینجا با هم دیگه این رو در نظر داشته باشیم که همه درگیری ها درگیری های قدرت نیست. همه فعالیت های به عنوان مثال سیاسی فعالیت های درگیری های قدرت نیست، بلکه انسان هایی هستند کم هستند، تعدادشون محدود هستند که اینها میان این بیان آزادی رو، این قواعد عام و ثابت رو، این پلورالیسم رو، در واقع تکثرگرایی، تکثر فهمی رو، در واقع من گرایی رو صحیح نمیدونم، ابلاغ میکنن، بیان میکنن و دیگرها تحمل این رو ندارن، برای اینکه گرفتار همین حکم ها و همین محدودیت ها و همین گرفتار در واقع مسخ کردن حق ها شدن در محصولات حق ها، در مالکیت ها، در منفعت ها. حق رو در منفعت خلاصش میکنه، به جای اینکه حق ها رو تعریف کنه منفعت ها رو تعریف میکنه. چهارم، سانسور بیان آزادی و عقل آزاد تا اونجا همگانی میشه که حتی فیلسوفای بزرگ قدرت شناسی چون میشل فوکو هم میپندارن که بیان ها همه بیان های قدرت هستند. در حقیقت نیاز عقل در فعالیت های خودش به اصل راهنمایی که هستی شمولش باور میکنه، در واقع اونها رو هستی شمول میدونه و تلون قدرت، گوناگونی قدرت، طبع گردان قدرت و نیز تضادهایی که طبع در واقع دندمی مزاج و بلحوثی قدرت و نیز تضادهایی که به وجود میاره، نیاز به باز تولید بیان قدرت و جانشین کردن بیان کهنه و بیان نو و به عکس رو در بر داره. یعنی در بیانهای قدرت ما مرتب اینها دوران مصرفش تمام میشه، بیان نو احتیاج داریم، دوباره مصرفش تمام میشه، احتیاج به نو داریم. و همین رو میاد تئوریزه میکنه در حق نسبی است و حق مطلق است. منظورش از حق نسبی است و حق مطلق است همین است که پایان دوره است به پایان دوره جدید و این دوره ها رو در واقع زمانی است که دیگه اون تعریف ها کاربرد دیگه نداره. قواعدی رو تعریف کرده که ادعا کرده که اونها جهان شمولن، با تضادها و تناقضها برخورد میکنه، معلوم میشه که اونها جهان شمول نیستن و بنابراین میاد همین رو تئوریزه میکنه، میگه حق نسبی است، حق مطلق است. عقل آزاد این کار رو نمیکنه، به این علت که به قواعد پایدار و ثابت سر کار داره، معرفت خودش رو نسبی میدونه. به عنوان مثال میگه حق برابری، انسانها برابرن، معرفت خودش رو برای درک از این برابری رو نسبی میدونه و سعی میکنه هی دقیقا این درک خودش از برابری رو هی کاملترش کنه، هی منسجمترش کنه، هی پایدارترش کنه. اگر در قبل به مسائلی، به عناصری، به پارامترهای توجه نداشته، توجه بکنه. بنابراین به رغم آن که گفته میشه و مرتب تکرار میشه که قرن بیستم تموم شد، یعنی عصر ایدئولوژی ها پایان گرفت، انسان ها همچنان همون ایدئولوژی سازی های خودشون رو ادامه میدن. انسان ها در جمع و فرد خودشون، یعنی در موقع که به صورت جمعی فکر میکنن یا به صورت فردی، باز هم همچنان به این یا اون بیان قدرت عمل میکنن. بنابراین مرتب این ایدئولوژی های غالب ساز رو، این دکترین هایی که غالب سازی میکنه رو به وجود میارن. منظورم در اینجا دکترین هایی هستش که حقوقی نیستن، با قواعد پایدار و ثابت و عام و
دائمی سرکار ندارن. این زمان که بیانهای قدرت نو در واقع همه آزمایش شدن، در زمان ما همین بیانهای نو آزمایش شدن، حالا یه ادعای جدیدن پیش میارن، رجوع به بیانهای قدرت قدیمی رو آمدن رسم کردن. وقتی هم بهشون بگی بیانهای قدیمی که خب قبلا تجربه شده، برای چی دوباره اینها رو شما آوردید و دوباره رواج میدین؟ پاسخ که شنیده میشه که شکست اون روشهای قدیمی، اون بیانهای قدیمی از نقص انسان بوده و عمل نکردن کامل به اون بیانها بوده. بنابراین ادعا میکنن که حالا باید اون رو دوباره یه دور دیگه تجربه کنیم. به عنوان مثال در ایران خودمون بگم، دوران اصلاحات آقای خاتمی با شکست مواجه شد، آقای تئوریسین های به اصطلاح اصلاحات مثل آقای حجاریان آمدن اعلام کردن اصلاحات دیگری شروع شده. پنج، مجموعی از اصل راهنما و هدف و روش که با همدیگه در ارتباط هستن، بر اساس این مجموعی از اصل راهنما و هدف و روش میشه اندیشید، بیان رو به وجود میارن. این بیان آن ساخت رو که در روابط قدرت محدودی فعالیت عقل میشه جهانشمول به حساب میاره. بنابراین اصل راهنمای سنویت رو در نظر میگیره، هدفش که همون باز دوباره هدف در توجه داشتیم، به معنی که سنویت در نظر بگیریم، هدف هم قدرت میشه. حتی اگه ادعا بکنیم که هدف ما خیلی متعالی و انسانی و اینهاست، حالا اون توضیح رو از اینجا بگذاریم چون به این بحث ربط نداره، ولی قبلا بارها توضیح دادم. دلیلش رو به صورت خیلی خلاصه بگم، قدرت میکانیزم خودش رو داره و به معنی که ما سنویت رو اتخاذ کردیم، این انسان نیست که میتواند قدرت رو کنترل بکنه. انسان محدوده، اما قدرت میل به بزرگ شدن، میل به تکثر و میل به جهان شمولی داره و بنابراین این انسانی که ظرفیت محدود داره یک جایی دیگه ظرفیتش اجازه نمیده و این قدرت همچنان ادامه میده. پس بنابراین قدرتی که بر انسان حاکم میشه، پس بنابراین خواسته های خودش رو هدف خودش میکنه. حتی اگر ما ادعا بکنیم که هدف وسیله رو مثلا به عنوان مثال توجیه میکنه برای اینکه به اون هدف ایدئال برسیم، این مکانیسم خود قدرت از طریق همین روش و اصل راهنما اجازه نمیده به اون هدف برسیم. پس بنابراین یه مجموعی رو ایجاد میکنه، یه محدودیت هایی وجود میاره که اون رو میاد چه کار میکنه؟ جهان شمول میگردونه. حالا توضیح رو از زاویه دیگه به این صورت میشه داد، از جنبه دیگه میشه به این صورت گفت که هرچند روابط قوا با تضادها همراه و تضادها در بیانهای راهنما این یا اون تعریف رو پیدا میکنه، اما محتوای بیانها یکی و اون قدرت هستش. بنابراین به علت این میکانیسم قدرتی که دارن که تضاد رو میطلبه، خود و دیگری رو، خود و بیگانه رو میپذیره، من و آن دیگری رو میپذیره، دائما مرزها رو در من، دائما بالاتر پایین تری ها، دائما تبعیض ها رو میپذیره، تمام این خصوصیات رو در درون خودش داره، همه اینها بنابراین از جنس هم هستن. بنابراین تضادها همسان هستند و در مجموع از رهگذر نزاع بر سر مالکیت قدرت پدید میاد. بنابراین توجه دوباره تکرار میکنم که آمدیم حق رو مسخش کردیم، دیگر دیسی ایجاد کردیم در منفعتها، در مالکیتها، در فراورده هایی که از طریق اون حق که ذاتی هست، از طریق اون حقهایی که سعی رو در ما انسانها باعث میشن، یعنی سعی ما رو در خود دارن، در ذات خود دارن، آمده چه کار کرده؟ از این طریقها آمده اونها رو مسخش کرده در این مالکیتها، در این تضادها و اینها، از این طریق بیان میکنه و این بیانها بیانهای قدرت میشن. افسوس که انسانها از این مسئله غافل هستن، از این واقعیت که قدرت نیست که به مالکیت انسان در میاد، انسانی که به مالکیت قدرت در میان غافل میشن در واقع. به همین دلیلی که توضیح دادم در جهان امروزی در همه جا و همه وقت بخشی از روابط انسان بر اصل سندیت تنظیم میشه، بخشی از فعالیت های هر عقل بر اصل سندیت انجام میگیره. این توضیح رو دوستان توجه داشته باشن که نمیتوان کاملا بر اصل سنویت فعالیت داشت،
همیشه انسان ها فعالیت های آزاد هم دارن، بخشی از فعالیت هاشون از طریق ثانویه، از طریق قدرت هست. در یک جامعه به عنوان مثال مثل ایران، هر چه قدرت بیاد بین ادیان مختلف، بین نظرهای مختلف، بین انسانهای مختلف، بین جنسهای مختلف تضاد و درگیری ایجاد بکنه، ولی یک روابط حقوقی متن این جامعه است و به دلیل همین روابط حقوقی بوده که اصلا جامعه به وجود آمده. به عنوان مثال شیعه و سنی با هم ازدواج کردن، بهایی مسلمان با هم ازدواج کردن، کمونیست و با خدا با هم ازدواج کردن، نمیدونم با خدا و بی خدا با هم، انواع اقسام از اینطور با هم دیگه فعالیت اقتصادی داشتن، با هم دیگه همسایه بودن، روابط نیازهای هم دیگه رو برآورده کردن، در جایی تونستن از هم دیگه دفاع بکنن. اینها همیشه کم و بیش مطرح هست، اما به بخشی از فعالیت های هر عقل بر اصل ثانویت انجام میگیره. این بخش از فعالیت در حال وسعت یافتن در دنیای جدید ما هست، در دنیای انسان ها بوده، در دنیای جدید هم وسعت میافته. موقعی که این فعالیت های ثانوی، این فعالیت های قدرت ندارانه وسعت پیدا میکنه، جا رو تنگ میکنه بر عرصه بخش دیگری که به طور خودجوش بر اصل موازنه عدمی قرار میگیره، بر آزادی انسان قرار میگیره و بر فعالیت های حقوقی انسان، که بر اساس اون فعالیت های حقوقی اصلا انسان ها جامعه رو وجود آوردن در واقع هستش. پس بنابراین به محض اینکه ما فعالیت های ثانوی، فعالیت های قدرت ندار رو گسترش بدیم، جا رو تنگ کردیم بر فعالیت های حقوق مدار. گرچه عقل قدرت مدار غافل هستش که آلت فعل مجاز هستش، مجاز در اینجا قدرت هستش، اما بدون بیان قدرت عقل به چنین غفلتی گرفتار نمیشه. پس بنابراین باید این بیان قدرت رو داشته باشه، این اطلاعات و تجزیه تحلیل ها رو با اون مفهومی که ساخته جذب بکنه تا این غفلت رو دوچارش بشه. غفلت از فعالیت های خودجوش، خودجوش هر وقت میگم دوستان توجه داشته باشن به همون معنی اسپونتانه، اسپونتانه یا اسپونتانیوس. خودجوش، غفلت از این فعالیت های خودجوش که یادآور آزادی فطری انسان ها هست، نیست سبب از خود بیگانگی آدمی از راه بیان قدرت هستش. پس بنابراین فعالیت های خودجوش رو انسان ها که از بین ببرن، فعالیت هایی که به سعی اونها ربط داره از یاد ببرن و تعریف ها رو بیان مسخش بکنن، بر طریق اون تعریف ها بیان هایی رو درست بکنن که مسخ شده است، قدرت مداران است، ادعایی هست، شبه فکر هست، بنابراین فعالیت های خودجوش رو هم از یاد میبرن، آزادی خودشان از بین میبرن، با خودشون بیگانه میشن، انسان های مسخ شده میشن. تمام انسان هایی که از بیان های قدرت استفاده میکنن انسان های مسخ شده هستن. کم و بیش آزادی فطری با بیان آزادی همراه هستش و عقل قدرت مدار از هر دو اینها غافل میشه، یعنی هم از آزادی فطری غافل میشه، هم از بیان آزادی غافل میشه. با این صحبت هایی کردیم، بیان آزادی به مثابه مجموعی از اصل راهنما که در حالت طبیعیش موازنه عدمی است و روش رو عرصه عمل که در حالت طبیعیش عدم اکراه است و میزان که در حالت طبیعیش جدا کردن آلودگی ها هست از اون فعالیت طبیعی و آزاد، در واقع عدالت، و رهبری مستقل در به کار بردن نیروهای محرکه در رشد و هدف. هدف در اینجا در حالت طبیعی زیست در آزادی هستش، به طور فطری در هر کس وجود داره. تکرار میکنم، بیان آزادی به مسابقه مجموعی از اصل راهنما، روش و عرصه عمل و میزان و رهبری مستقل در به کار بردن نیروهای محرکه در رشد و هدف، به طور فطری در هر انسان وجود داره. یعنی اگر بخوایم همین بحثایی که با هم کردیم توجه نداشته باشیم، همین مطالبی که هم در این خلاصه گفتم به این توجه داشته باشیم، میتونیم آزاد باشیم. توجه داشته باشیم یعنی پیداش کنیم بیان، پیداش بکنیم اصل راهنمای طبیعی چیست، پیدا بکنیم روش طبیعی چیست، پیدا بکنیم عرصه عمل طبیعی چیست،
بگردیم پیدا بکنیم که عدالت، میزان عدالت چه معنی رو داره، که اونجوری که توضیح دادم در واقع مرض جدایی هست از قواعد عام و ثابت و زندگی حق ندارانه. رهبری مستقل رو پیدا کردن در به کار بردن این نیروهای محرکه رو در رشد به هدف، این رو شناسایی بکنه که انسان رشد یعنی چی؟ تعریف های غلط از رشد که به عنوان مثال مؤسسه رشد بکنه یا مجموعه رشد کنه که انسان رشد بکنه، اینها رو بره پیدا بکنه که خب اینا که به درد رشد همیشه نمیخوره، این همه تضادها در دنیای فعلی دیده میشه. به عنوان مثال میگن رشد اقتصادی بشه انسان ها ثروتمند میشن، خب 2 میلیارد گشنه رو دست انسان هاست. یاد این رشد رو به صورت طبیعی بفهمه چی هست، که در واقع همون فعالیت های رشد استعدادهای ششگانه انسان هست، آزاد کردن نیروهای محرکه و این در واقع انرژی های درونی هست، این کارمایه های درونی هست، به هدف رو به صورت طبیعی پیدا بکنه که هدف در اینجا زیست در آزادی هست، در بیان آزادی رو در واقع در این رابطه پیدا بکنه، بگردین خصیصه های آزادی رو پیدا بکنه، میبینیم که این کار رو بکنه میفهمه که آزاد خودش رو محروم کرده از این کار. اون رابطه‌ای که محدودهی نمیشه، که در اون عقل از آزادی خودش غافل میشه، یکی بیشتر نیست و اون هم رابطه انسان با بی‌نهایت است. رابطه انسان با زبان دینی با خدا هست، رابطه انسان با قواعدی هست که پایان بردار محدود ساز نیست، قواعدی هست که پایدار و دائمی و همیشگی هستن، که همون حقا هستن. اصل راهنماش موازنه عدمی بیانگر این رابطه بین انسان خدا هست. اصل راهنما در واقع به ما هدایت کننده اندیشه ما میشه، برای اینکه درش تضادی به وجود نیاد، تناقضایی به وجود نیاد. به محض اینکه دچار تناقض درگیری ها تقابل سازی ها شدیم، فوراً هشدار در درون ما میشه، اعداد با اصل راهنمای موازنه عدمی سرکار نداشتی، با نول بالانس سرکار نداشتی، با اکیلیبر نول سرکار نداشتی. به بیان در واقع اصل راهنما کردن موازنه عدمی به بیان آزادی تحقق پیدا میکنه، به معنی که ما اصل راهنما رو خوب شناسایی بکنیم و بر این اساس بیندیشیم، بیان آزادی هم تحقق پیدا میکنه، به وجود میاد. بنابر فطرت هستی شمول هستش، ذکر دائمی و عمل مداوم باید داشته باشیم تا که آدمی از آزادی و از بیان آزادی فطری و هستی شمول غافل نشه. این مبحث رو در اینجا تموم کردم خانم لحظه، فکر میکنم در حدود همون 20 دقیقه که خواسته بودم شد، درسته؟ بله بله، خیلی متشکر جناب رائی. دوستان عزیز خوش آمدید، با جناب رائی بودیم و هنوزم هستیم البته، و مبحث آزادی اندیشه 12 بند تفاوت‌های عقل آزاد و عقل قدرتمدار رو بررسی کردیم. خب جناب رائی، فکر میکنید میتونید در 3 دقیقه بند 12 رو خلاصه کنید؟ واقعیت اینه که باید اعتراف کنم مشکل خواهم داشت، سعی خودم رو خواهم کرد، البته سعی خودم رو خواهم کرد ولی مشکل خواهم داشت. قبل از این 3 دقیقه اجازه بفرمایید، خواهش میکنم قبل از این 3 دقیقه اجازه بفرمایید یک توضیح رو بدم. مطالبی که عنوان میکنم از کتاب عقل آزاد هستش که در اینترنت دوستان میتونن دریافت بکنن، منتها با خواندن کتاب دقیقاً با این توضیحاتی که در اینجا و با این بحثایی که در اینجا داریم مواجه نخواهند شد. در اینجا دخالت های خود من، مراجعه به کتاب های خود من کم و بیش در بحث ها در جاهای بیشتر در جاهای کمتر دیده میشه، در جاهای توضیحات رو تکرار کردم و دقیقا انتظار نداشته باشم با خواندن کتاب همین بحث هایی که با هم گوش میکنیم و با هم تمرین میکنیم و داشته باشیم. بله. اما در 3 دقیقه خواستین مطلب رو بگم، قبل از اینکه مطلب رو در 3 دقیقه مطرح کنید، جناب ایرانیان تایگر سوالی مطرح کردن در تکست، عقل قدرتمدار خود به دنبال انسان هست، ولی ببخشید، عقل قدرتمدار خود به دنبال سانسور هست، ولی آیا عقل آزاد به صورت غریزی به سانسور با سانسور مبارزه می کند؟ فکر می کنم جوابش در یک کلمه بله باشه.
بفرمایید جناب رایی. درسته؟ بله. بله. عقل آزاد با قواعدی سرکار داره که اینها عام و پایدار دائمی هستند. بنابراین اصلا سانسور نمیپذیره. عقل آزاد با قواعد با شفافیت سرکار داره. عقل آزاد دائما سعی میکنه چارچوب ها رو برداره، قالب ها رو برداره. عقل آزاد هستی شمول هست و بنابراین در فعالیت خودش سانسور رو نمیتونه بپذیره. عقل آزاد با معرفت سرکار داره. عقل آزاد با عشق سرکار داره. عقل آزاد با اخلاق سرکار داره، با اخلاقهای حقوق‌مدار سرکار داره، که اینها نه تنها سانسور رو نمیپذیرن، بلکه زمان عمل به شکستن سانسور بلا فاصله بعد از به وجود آمدن سانسور هستش. پس عقل آزاد به محض اینکه تجاوزهای مختلف به یک حقی از حقوق انجام میگیره، بلا فاصله وظیفه پیدا میکنه. وظیفه‌ش همون عمل به این حقوق است. پس بنابراین زمان عمل به حق بلا فاصله بعد از تجاوز هست. یکی از این تجاوزها، یکی از این زورگویی‌ها همین سانسور هست. سانسور و قدرت، عقل قدرتمداری احتیاج داره به این علت که اون حکمی رو که میخواد بده، اون بیانی رو که میخواد بکنه، اون رو میخواد حکم بکنه و به همه اون رو بپذیرن. عقل آزاد احتیاج به این کار نداره. عقل آزاد چی میگه؟ عقل آزاد میگه که در مرحله اندیشیدن، در مرحله رابطه آزاد اطلاعات و اندیشه و معرفت برقرار کردن، در لحظه تصمیم هیچ زور اجباری نیست. هیچ کس به هیچ کس رهبری خود رو نمیتونه تحمیل بکنه. هر کس خود رهبر خوده. انسان ها میشینن با همدیگه شور میکنن، مشورت میکنن، یعنی حاکمیت شورایی ایجاد میکنن. در این حاکمیت شورایی با هم به جاهایی از توافق میرسن و یا اینکه به مرحله از گفتگو میرسن که مجبور میشن عزم کنن، برای اینکه باید فعالیتی رو شکل بدن. در این مرحله شکل دادن به این عزم هست که تصمیم میگیرن. بعد از اینکه تصمیم گرفتن، اجرای اون تصمیم ولی پیدا میکنه، اجرای اون تصمیم مأمور پیدا میکنه. به معنی که مأمور پیدا کرد، اگر اون حکمی که حالا با هم خواستن که اجرایش بکنن اجرا نشه، اونجا هستش که این دیگه اجبار پیش میاد. پس اجرا در مرحله عمل پیش میاد، در مرحله تصمیم پیش نمیاد. متشکرم جناب رایی. خب 3 دقیقه دوستان عزیز با جناب رایی هستیم. 3 دقیقه خلاصه بند 12 رو اگر بتونید بفرمایید ممنون میشم. سه دقیقه که میخوام این رو توضیح بدم، درسته؟ در 3 دقیقه بند 12 رو توضیح بدید. بله، در بند 12 رو به این صورت توضیح میدم که عقل آزاد میتواند به خود توجه بکنه. عقل قدرتمدار رو میتوان رو به او هشداری باشه، به عقل آزاد، که این که به صورت طبیعی اصل راهنما وجود داره، به صورت طبیعی روش وجود داره. ما یعنی یک متد توحیدی، یک متد که همه بتونن رو اون توافق کنیم وجود داره. انسان ها هستن که فکر میکنن که متد های مختلف باید باشه. متد ها خود رو میتونن با متد طبیعی توحیدی تطبیق بدن. عرصه عمل هم لا اکراه میتونه باشه. میزان هم وجود داره به صورت طبیعی و اون این هست که حقوق انسان ها ذاتن حقوق ندار هستن. انسان ها حقوق در ذاتشون هست و بنابراین هر آلودگی رو از طریق همین میزان، از طریق قواعدی که عدالت هست، که حالا خود اونها قواعدی 20 گانه حداقل هست، از اون طریق متوجه میتونه بشه کجا اشتباه کرده، کجا در واقع در میزان حق عمل نکرده. و بنابراین از این هم به صورت طبیعی عدالت، میزان هم به صورت طبیعی وجود داره. رهبری مستقل هم وجود داره، یعنی هر پدیده‌ای، هر انسانی موجود مستقلی است با رهبری مستقل، با عقل مستقل. و بنابراین
نیروهای محرکه خودش رو، انرژی های درونی خودش رو، تارمایه های درونی خودش رو میتوانه رشد بده. رشد به صورت طبیعی خودش تعریف داره، احتیاج نیست که ما این رو مسخش بکنیم، بیاییم رشد مثلا یک بنیاد تعریف بکنیم، رشد یک رژیم تعریف بکنیم، رشد نمیدونم یک مجموعه تعریف کنیم. هر انسانی به صورت طبیعی استعدادهای خودش رو رشد میده و هر رشدی در تطبیقی با این رشد باید باشه، یعنی رشد که در واقع سعی ذاتی هر پدیده‌ای هست در ناظر باید باشه بر هر تعریفی از رشد که مجموعه های انسانی، ابزارهای انسانی، وسیله های انسانی، بنیادهای انسانی باید داشته باشن. زیست در آزادی هم معنی داره، به این علت که آزادی معنی داره، به این علت که طبیعت خودش آزاد هست و به طور طبیعی هر کسی میتواند آزاد باشه. این خلاصه این مطالبی بودش که در این 3 دقیقه میتونستم بگم از بند 12. بله، سپاسگزارم جناب رائی. دوستان عزیز، در اینجا این قسمت از گفتگوی ما با جناب رائی به پایان میرسه و دنباله این مبحث رو هفته آینده با شما خواهیم داشت. بله جناب رائی، همینطوره. و در مورد همین اندیشیدن عقل با هم دیگه گفتگو کنیم، ذاتی بودن اندیشه، این خود جوش بودن اندیشه با هم دیگه گفتگو کنیم، بله، یعنی بند آینده ما رفت پیدا میکنه که اصلا خود اندیشه رو بررسی کنید، بسیار ذاتی جالب. بودن اندیشه رو، این طبیعی بودن اندیشه رو، آزاد بودن رو بررسی کنید. بسیار جالب خواهد بود. جناب رائی، من میخواستم از شما تقاضا کنم که به عنوان یک پیشنهاد، شاید در هر جلسه، در هر مبحثی، شما یک چند تا سوال برای ما طرح بکنید و ما خودمون رو در واقع بسنجیم، ببینیم چقدر صحبت‌های شما رو متوجه شدیم، چه اشکالاتی داریم. چی فکر میکنید؟ باشه، جوابش رو البته اگر الان هم نخواهید بدید روش فکر برای میکنید. دوستانی که به طور مدام، البته به نظر من شما خودتون به اکثر سوال‌ها جواب خواهید داد، چون از اظهار نظرات متوجه میشه که خب من یه مقدار هم نفع شخصی رو در نظر گرفتم در این پیشنهاد. درسته، درسته. متوجه شدم نه تنها مسائل رو میدانید و خوب گوش کردید، بلکه بسیار نظرهایی هم که دادید رو من باش موافق هستم حتی. بله، متشکرم. برای شما مشکلی نیست. برای دوستانی که به طور کم و بیش شرکت کردن، برای اونها هم بعضی از سوال ها میشه با کمال میل میتونن این کارو بکنن. چون همون سوال جواب این هستش که اصل راهنما چی هست. بله، همون سوال جواب ها خودش میتونه آموزنده باشه و میتونه نهادینه بکنه مطالب رو. همینطوره، درسته. و نکته دیگه این هست که ایمیلی من از شما نداشتم، شما موافقت فرمودید که مطالب رو کماکان برای من بفرستید. بله بله بله، این امروز عمدن این کارو کردم چون دیدم آخر بحث هست، این همه بحث رو بله. ننوشته بودم، این تکه آخر رو یه نخواستم، ولی از بحث آینده بسیار. از همون اول تا آخرش رو براتون میفرستم. بله، و اگر هم بخواین این بحثی هم که امروز داشتیم بله. از اول تا آخرش، این هفتش جلسه رو هم میتونم به طور بله ممنون میشم، چون دوستانی که بله دوستانی که اینها رو همه رو نگهداری میکنن میتونن مجموعه کامل داشته باشن. دوستان عزیز، اگر ایمیل های خودتون رو برای من بفرستید، در پی ام در لیست ما قرار خواهید گرفت و این مطالب به صورت کتبی برای شما فرستاده خواهد شد. و در ضمن این گفتگوها روزهای پنجشنبه در سایت یوتیوب هست و این صحبتی هم که با جناب رائی امروز داشتیم تا ساعت دیگر در یوتیوب خواهد بود. لینک بالای اتاق، سردر اتاق، گفتگوی ما با جناب رائی در هفته گذشته هست. یک بار دیگه متشکرم جناب رائی، و با ما باشید دوستان عزیز. قسمت بعدی گفتمان، خیلی ممنون، خیلی ممنون از شما. قسمت بعدی گفتگو، گفتمان سیستماتیک با جناب آرامش درون خواهد بود. تا دقایق دیگر.